که هست بعد یکان خود شده آه شد بله بالاخره من الان ضبط رو زدم روی سیستم من الان ضبط میشه. پس اگر سیستم من هم روی سیستم من ترن آف اوریجن نه روی سیستم من هم داره میگه ریکوردینگ. حالا نهایتا دو نسخه هم داشته باشیم باز بهتر از اینه که یک موقع ریسک بکنیم و نداشته باشیم. بسیار. پس اگر موافق هستید از کار اول بانو آیی شروع بکنیم، دوستانی که میخوان نقد بکنن از اون کار شروع کنن. درسته سوسن جان؟ بله بله. دست شماست، خودتون دیگه ببینید. بسیار. پس اگر که موافق باشن دوستان از کار اول کار بانو آیی کار دوست عزیزمون آقای رضا حسامی، اگر که دوستان راجع به این اثر میخوان صحبت بکنن ما در خدمت هستیم. نرگس جان عزیز بودن آقای زاره جان. یکی این که خواهش میکنم از دوستانی که تلفنشون اگه یه موقعی با کسی حرفی میزنن نا بهشون یادآوری کنید صداشون رو قطع کنن. روز وسط تئاتر ما هم داشتن حرف میزدن، این ماشاءالله ایشالله ماشاءالله من نمیدونم چرا درست نمیشن، نمیدونم که صداشون داره میاد بیرون. و تو اینکه اگرم از گروه آقای اسامی آقای چیز کسی اینجا بود من تعجب کنم چرا نیومدن. چرا خانم سوسن حسامی اینجاست الان؟ من یه سلامی کردم مثل اینکه نشنیدن یا هرچی لابد دارن گوش میدن. پیش از رفتن سراغ این ویسه من خانم وفادار عزیز میبینم مدت هست دستشون بالا است. نرگس جان شما صحبتی رو داریم؟ من به طور کلی خواستم بگم که واقعا همه زحمت کشیدن دست همه درد نکنه، دیگه حرفای تکراری نمیخوام بزنم، فقط میخواستم بگم که چند تا نکته برای تصویری که من میخواستم به طور کلی برای همه تئاتر را بگم نه فقط برای یکی، چون که یه چیزای کوچیکه که میتونه خیلی زیباتر بکنه. خانم معذرت میخوام نرگس جان، برای اینکه ما وقتی شروع کردیم گفتیم آقای نصرتی شروع کنن، برای اینکه الان منتظرن بذارین آقای نصرتی شروع کنن بعد از ایشون شماین. همینجور محسن جان تو حواست باشه پس کی به ترتیب صحبت کن. معذرت میخوام نرگس جان، خیلی ببخشین چون ایشون منتظرن، من اسمشون رو گفتم شروع کنیم، منتظرن شروع کنم بعد یه حرف تو حرف اومد. بسیار. پس میریم راجع به کار بانوایی نظرات آقای نصرتی و بعد سرکار خانم وفادار رو بشنویم. دوستانی هم که تمایل دارن به صحبت کردن راجع به کار بانوایی میتونن یا داخل چت یک عددی بگذارن، عدد یک رو بگذارن، یا دستشون رو بلند بکنن تا من توی نوبت در واقع قرار بدم و به نوبت صحبت بکنیم. جناب نصرتی عزیز ما در خدمتیم، قربان بفرمایید. درود بر همه دوستانی که بعداً به ما پیوستن. راستش من اصلا قصد نداشتم که حرف بزنم، یا اولین نفر باشم که حرف بزنم. خانم فرخ‌نیا محبت کردن ما رو انداختن توی چاله. به هر حال من گمانم بر اینه که یعنی من دوست داشتم که یک بار به طور خطی موضوعها رو در نظر بگیریم، موضوعهایی که توی این نمایشنامه‌ها به کار رفته و بعد دفعه بعد پرداخت و الی آخر. ولی خب الان شما اینجوری گفتید من مجبور هستم که به قول قدیمه با ساز شما برقصم. به هر صورت من متاسفانه بانو آنویی رو همشون ندیدم، دیر به شما پیوستم، فکر میکنم 20 دقیقه از نمایش گذشته بود یا 10 دقیقه نمیتونم الان بگم. به همین دلیل من فقط میتونم اون قسمتی رو نظر بدم که دیدم. در مجموع باید بگم از موضوع، چون فعلا رو موضوع من دارم کار میکنم، رو موضوع اگه بخوایم متمرکز باشیم از بانو آنویی خوشم اومد من، و به خصوص از اون تیکه‌ای که من دیدم کاربردهای تکنیکی که به خرج برده بودن جذاب بود، موسیقی آخر بسیار هوشمندانه به کار رفته بود. به هر حال اون چیزی که مهم بود از یک تمدن بسیار سنتی ژاپنی یک برداشت مدرنی از پدیده بانو آنویی شده بود که قدمتش خیلی بیشتر از این اثریه که الان به چاپ رسیده. من فعلا در همینجا قطع میکنم، بعد اگر لازم شد به دیگر دوستان میپیوندم. سپاس از شما اصغر عزیز. خانم وفادار، نرگس جان ما خوشحال میشیم، بفرمایید. من اولا به همه دوستان میگم خسته نباشین، دستتون درد نکنه، کارا واقعا همشون در سطح خیلی خوبی بود. من فقط یه چند تا نکته تصویریه که به طور کلی برای همه میگم.
یکی اینکه مثلا وقتی که تصویر دو نفره تو دو تا اتاق یه اتاق نشون میدن اینا یکیشون یه پشتش یه عکس دیگه است نفر بعدی پشتش یه عکس دیگه است و این باعث میشه که بیننده گیج میشه که اینا در یه اتاق دارن با هم چیز میکنن چون که برای اینکه وقتی که ما داریم روخونی میکنیم وقتی میگیم اینا توی یه اتاق نشستن بعد دو تا تصویر مختلف و پشت سر اونا نشون میدیم اینه که یه ذره بیننده دچار اشکال میشه در مورد تئاتر شما نبود در مورد تئاترهای دیگه بود وقتی نوبت تئاتر شما شد بعد نظرم راجع به تئاتر شما میگم سپاس از شما مرسی مرسی نرگس بانوی عزیز دوستان عزیز راجع به کار بانوایی اثر جناب حسامی داریم دوستانی که جدیدن به ما ملحق شدن عرض ادب و درود میکنم داریم راجع به کار بانوایی اثر آقای حسامی صحبت میکنیم دوستانی که تمایل به صحبت دارن لطفاً یا دستشون رو بلند بکنن یا توی چت اعلام بکنن تا نوبت بهشون داده بشه جناب بهبودی شما نظرات خودتون راجع به اون کار با ما در میون میگذارید قربان والا من دارم استفاده میکنم از صحبت دوستان من هم بیشتر نظرم کلی هستش راجع به این رسانه و استفاده‌ای که شده و زحمتی که بچه‌ها کشیدن همکارای عزیزم کشیدن مثل خانم وفادار بیشتر کلی و جمعی هستش حالا برای اینکه اینجا در مورد کار اول صحبتی هم کرده باشم منم از اول دیدم کار رو و همینجا میتونم بگم که از همه کارها بیشتر به دل من نشست برای اینکه انتخاب نمایش برای این رسانه خیلی مناسب بود با پرسوناژ های کم و اون طرح موجزی که داشتن خوب انتخاب شده بود و کار هم خیلی ساده بود برای درخور این رسانه و من میتونستم به طور متمرکز متن‌ها رو دنبال کنم شخصیت‌ها رو دنبال کنم کار عاشقانه و کار زیبایی بود من خیلی خوشم اومد دستشون درد نکنه سپاس از شما واقعا دستشون درد نکنه اگه علی رغم اینکه من خودم هم به علت اینکه بعدش اجرا داشتم کار رو در واقع من هم سعادت نصیبم بتونم کامل بشینم و کار رو ببینم چون درگیر هماهنگی کار خودم بودم ولی تکه هایی از کار رو دیدم و من هم از اون تکه ها لذت بردم از بازی ها لذت بردم از بازی جناب حسینی از سرکار خانم قریشی خانم چرابه از تک تک بازی ها لذت بردم و از نحوه کارکرده کارگردانی در این اثر من هم لذت بردم دوستان اگر که تمایل به صحبت یا نقد یا نظری راجع به کار جناب حسامی تشریف آوردید داخل جلسه من نمیدونم جناب حسامی توی جلسه هستن که خودشون راجع به کارشون اگر دوست دارن صحبتی داشته باشن با ما صحبت کنن خواهی من یه مدت دستم رو بلند کردم کوشان هستم از خواهی مهم جناب کوشان من شما رو ندیدم این دست اگرچه ما منظور اون دست مجازی که اون گوشه باید بزنید من اون دست رو نگاه میکردم من شایدن از شما از خواهی مهم میبخشید من در خدمتم بفرمایید ببخشید قبل از اینکه آقای کوشان صحبت کنن محسن جان من میگم چیز رو دیدم اینجا من اینجا خانم حسامی رو سوسن حسامی رو دیدم نمیدونم چرا جواب نمیدن یا اینجا سوزن حسامی این خانم حسامیه نمیدونم میشنون صدای ما رو نمیشنون بلنگوشون رو خاموش کردن و من حالا به هر حال اگه جواب نمیدن جواب نمیدن دیگه ولی من فقط منم یه جمله اضافه کنم برم منم از کار آقای حسامی از اول برنامه خیلی خوشم اومده و با آقای بهبودی بسیار موافقم بله میخواید الان صحبت آقای کوشان رو ما بشنویم در رابطه با این کار و چون که اگر که تا بعد از صحبت آقای کوشان بچه های این کار نایمدن میتونیم بریم رو کار بعدی حالا هر زمان اومدن دوباره به این کار ما برگردیم و دوباره راجع به این کار بشنویم بعد از آقای کوشان من هم خواستم چیزی بگم نوبت به من بدید بله چشم آقای کوشان بفرمایید ما در خدمتیم خواهش میکنم
کوشش رضا حسامی و کمال حسینی مخصوصا تسلط بازگویی زویا قریشی رو نمیشه نادیده گرفت. هرچند که ما در اوائل دیجیتال هنوز آنچنان صداها رو شاید از طرف ما بود نتونستیم بگیریم، اما در جمع‌بندی ناهنجاری و نفرت و خودخواهی و شک انسان رو من نتونستم بگیرم، یعنی بازسازیش نتونستم بگیرم، یا از به اصطلاح این کامپیوتر من بوده یا اینکه خوب بازسازی نشده. میخواستم اینو بگم. یه پیام دیگه هم دارم به اینکه من رأی به کسی ندادم، نمره هم ندادم، برای اینکه معتقد به نمره گذاری نیستم، اما معتقد به انتقاد دوستانه و برخورد و نتیجه گیری از مسائل هستم، و مخصوصا اگر ما بخوایم یک و دو و سه بذاریم در حقیقت بقیه باید بر کنار بشن، علی رغم اینکه مکرران شما و خانم فرخنیا هم گفتن که همه عزیزن، منم اینو قبول دارم، اما با این وجود این عدد گذاری یک مقدار اون شرایط در حقیقت توضیح در مورد کل مطلب و جلوشو میگیره. میخواستم همینو بگم. سپاس از شما. علارغم اینکه بله کاملا درست میفرمایید، هنرمندی که درگیر شاید جوایز و اینا باشه یه مقدار خودش رو در پایین آورده و ما اصل اون دور همی هست. سوسن عزیز بفرمایید. سوسن جان، چون این حرف راجع به جشنواره است، مسئولیت جشنواره با من هستش، ما این بحث آقای کوشان در مورد وقتی جشنواره لندن هم داشتیم که ما جایزه گذاشتیم، این هم بحث بزرگی بود بین همون. در واقع جایزه گذاشتن یکی از ترفندهای مارکتینگ ما هست برای جلب مردم عادی به نگاه کردن تئاتر. برای 4 تا متخصصی که میان، اول چیکار کردیم؟ تجربه اینی کردیم که داور بذاریم 1-2 سال. خب در فرهنگ ما هیچ کی رو قبول نداره، موافقین که نجدا مشکل این داشتیم فلانی کی هست که بخواد راجع به من مثلا قضاوت کنه. چند داور برداشتیم گفتیم پابلیک، گفتیم رأی عمومی مردم، که این باعث بشه کسایی که خیلی آدمای باسوادی هستن ولی تئاتر نمیرن، اینا رو همه دوست دارم ملت، اینها رو به یک نوعی به قول انگلیسا اینولوشن کنیم، بیان تو نگاه کنن، بحث کنن، رأی بدن، به خاطر رأی دادن هم شده بیان اون تو بشینن. این یه ترفند چیز بود و همیشه هم به هنرمندایی که میان میگیم کار شما ارزشش بالاتر از این حرف هست، به خصوص که دارین همه تون همت عالی کار میکنین، کارتون بالاتر از این حرف هست. این واقعا یه چیزی که ما بتونیم تماشاچی رو قاطیش کنیم، واسه این نیستش که بگیم مثلا ارزش شما 2-3 است. میخواستم این توضیح رو بدم. سپاس از توضیح کامل و جامع سوسن عزیز. فرش جان ما در خدمتیم، قربان بفرمایید. بله، با درودهای فراوان به همه دوستان، اونهایی که پیوستند و اونهایی که من نرسیدم نام ببرم، از همشون همشون رو دوست دارم و سپاسگزارم از مهر شما و اینکه آمدید و اینکه امروز هم آمدید، چه بگن، بدن رنجه کردید، اومدید در قدم رنجه کردید، بدن رنجه کردید، اومدید داخل زوم. بانو، این کار ژاپنی منو حقیقتا برد تو فضای ژاپنی، با اینکه من در اشغول استرس تهیه وسایل کارم بودم و اکسسوریز و این کارها که قبل از اون ما قرار بود اجرا کنیم، ولی من اصلا نمیتونم طاقت بیارم نگاه نکنم به تئاتر. هرچند که آقای زاره میگفتش که نگاه نکنید به کار قبلی که حستون تغییر نکنه و اینها، ولی ما رفتیم اومدیم وسایل تهیه کردیم و اینها، از یک طرف استرس اجرا کردن که وسایل کافی هست، آماده هستیم، نور درسته، این رسانه جدید رو شناسایی کنیم که یک مشکل بزرگی هم آقای کوشانی، رسانه جدید باید زیبا شناسی خاص خودش آدم پیدا بکنه نسبت به این رسانه جدید، چون هم کار تئاتر هم دوربینه، در موردش من اشاره خواهم کرد در مورد کار خودمون. اما من اون فضای تئاتر ژاپنی رو حس کردم، حالا موسیقی بود، اون فضا بود، اون به قول آقای بهبودی تصویری که یا فرتوری که اونجا گذاشته بودن، آقای کمال حسینی، همه اینا همکارای من بودن که ما توی کار
چنین گفت خدا با هم داشتیم کار میکردیم و برام جالب بود که یک کار دیگه از اینا ببینم. اونها هم همینجور مهر ورزیدن برای من پیام گذاشتن، کار دیگه ای رو از من دیدن، زمان ما با هم چند تا کار انجام دادیم. به نظر من خوب بود. من خودم یه حس عجیبی بهم دست داد، نمیدونم تعریفش خیلی سخته، ولی من برد تو اون فضای، اتفاقا فضایی که آقای کوشان میگفت با اینکه خب میدیا کار سختی تا حدودی برای من ایجاد شد، من برد تو اون فضا و به نظر من خیلی خوب بازی کردن. حالا آقای محمیرم به نوبتش میرسه میگه، به منم امروز صبح داشت میگفت تو این زمان کوتاه این گروه ها سریع تونستن از این تکنولوژی به نحوه احسن استفاده کنن. من گفتم ایرانی ها مردم باهوشی هن، ولی نمیدونم چرا همچین روزگاری پیدا کردن. بروی من نظرم رو دادم، من جز تشویق همه گروه هایش کاری چیز دیگه نمیتونم بگم. نوبت رو به دیگری میدم. سپاس از شما فرشید عزیز. ممنون. خانم حسامی نوشتن که جناب حسامی در حال تمرین تئاتر هستن، اینه که تو جمع ما حضور ندارن. اگر موافق باشید صحبت دیگری اگر کسی راجع به کار بانوایی در حال حاضر نداره، ما میریم سراغ کار بعد، کار بعد صحبت میکنیم. اگر جناب حسامی یا گروهشون مجددا به ما ملحق شدن، دوباره برمیگردیم که یکی گفتمان با خود گروه، کارگردان و تیم راجع به این اثر داشته باشیم. دوست عزیزی سوال کردن این نمایش ها رو کجا میشه دید؟ این نمایش ها در حال حاضر فقط روی همین لینک اجرا میشه در همین دو روز. اگر دوستان بعدن لینک رو روی یوتیوب یا جایی بگذارن بالا، حتما میتونید اونجا کارها رو ببینید و لذت دوباره ای رو از دیدن کارها ببرید. نرگس بانوی عزیز ما در خدمتیم، دستتون بالا هست، میوت هستید خانم وفادار، میوت هستید، ما صدای شما رو نداریم. اول اگر که از میوت در بیاید. الان میشنویم؟ بله بله بله. برای نمایش دوم هم میخوام صحبت کنم. بله، از این لحظه میریم بر سر نمایش دوم، لمس لحظه های بی تو، نویسنده و کارگردانی محسن زاره. ما در خدمتیم. من از نمایش خیلی خوشم اومد، داستان بسیار لطیفی داشت، واقعا حس زیبایی داشت. فقط من به نظر من برای نمایشنامه خوانی یه ذره طولانی بود، چون که با اینکه اگر که کتاب بود آدم با لذت میخوند، ولی برای نمایشنامه خوانی طولانی بود. صحنه ها خیلی خوب صحنه پردازی شده بود، از این خوشم اومد که این رعایت شده بود که هر کدام وقتی توی اتاق با هم بودن پشت سرشون یکی بود. این خیلی نکته مثبتی بود از نظر من. میگم متنم خیلی زیبا بود، ولی به نظر من برای نمایشنامه خوانی یه سر طولانی بود. یعنی آخرش وقتی که اون دختر به نیروانا میرسه، حداقل من فکر میکردم که اونجا تموم میشه. البته این سلیقه است، بعد کارگردان خودش تصمیم بگیره، ولی اگر خواستین نمایشنامه خوان بعدی بذارین، دقت کنین رو دیالوگا که یک کم کوتاه‌تر بشه. بسیار خوب، بسیار خوب. ولی کار زیبا. سپاس از شما، ممنون از شما. دوستانی که راجع به کار لمس لحظه های بی تو صحبتی دارن، کلامی دارن، میتونن یا توی چت دست بلند بکنن یا توی چت نشانه، یا اینکه دست مجازیشون رو اون گوشه ببرن بالا که ما ببینیم، یا اینی که میکروفونشون یه لحظه باز کنن نوبت بگیرن، هر جوری که راحت هستن به ما فقط اعلام بکنن. که کوشان هستم، میخواستم راجع به این نمایشنامه چیزی بگم. بفرمایید جناب کوشان، بفرمایید. از تجربه دیجیتال خیلی خوب استفاده شده بود که فضای نمایش و بازیکنان رو به هم نزدیک میکرد. این قشنگی جریان بود با وجود این که ما تجربه کمی داریم. ولی احساس بازی و بازی درخشان بازیکنان هم جالب بود، تماشاچی به کنش میکشید. علی رغم اینکه متن عشق را به دوران فئودال میبرد و رهایی را در مرگ میبیند، مانند رومئو و جولیت، لیلی و مجنون، اوتلو، راهی در گفتگو نمیبیند با اون که آرام صحبت کردن را تکرار میکند.
نابرابری ریشه حرکت نمی شود از تنهایی و نیاز بیش از حد به دامن اعتماد بدون شک و سوال می افتد و هیچ جایی برای راه نو و سوال نو نمی گذارد. هر چند در جامعه ما زنان فراوانی هستند که نه را به زنجیرهای بربریت می گویند و نان را با آزادی می خواهند، نمایش نامخانه این دوستان طرح نوی بود، هرچند آزادی در درون نیروانا جایی نداشت. می بخشیدین چیزی بود که من بهش فکر کردم نوشتم. سپاس از شما جناب کوشاهان، ممنون از شاعرانه نوشتن ایشون. بله بله، سپاس از نظرات شما جناب کوشان، با امید که این نظرات راهگشای تیم اجرایی بشه برای اجراهای بعد و کارهای بعد. جناب بهبودی رو من دیدم خودشون دستشون رو بلند کردن. جناب بهبودی راجب کار می‌خواستید صحبت بفرمایین؟ والا من فکر کنم دستم اشتباهی رفت بالا رفتم. من اصلاً نمی‌دونم اگه دوستان صحبت نکنن پس کی باید صحبت کنه؟ آقای نیکاسر، آقای بهبودی، دوستان گرامی نظرتون رو بگید دیگه. من نمی‌دونم بگید، اگه خوبه بگید دیگه. بله میگم. ببخشید. تعارف می‌کنید. ببخشید. من هست. بله بله فرید خانم، هم صداتون هست هم اسمتون یادداشت کردم برای صحبت، در خدمتیم. خواهش میکنم، من هرچی گشتم این پایین معمولا دیدم اون دست رو ولی پیدا نکردم. میخواستم راجع به این نمایش به خصوص حرف بزنم به خاطر اینکه فرید خانم یه لحظه ببخش من تو کلامتون اومدم، من دستتون رو دیدم یادداشتم کردم اما پس بذارین نوبتم شد. آره بله بله، چون الان جناب بهبودی میخواستن شروع کنن صحبتشون رو، بعد از جناب بهبودی ما در خدمت شما هستیم. مرسی. عرض کنم خدمتون که من مشکل زیادی با این نمایشنامه داشتم، مخصوصا نحوه کار تصویری که رو این کار شده بود. به نظر من، یعنی به شخص من، نه تنها کمک نکرد بلکه مزاحم تمرکز من روی متن، روی شخصیت‌ها، روی محتوای نمایش بود و این باعث این میشد که من مجبور باشم به تصویری نگاه کنم که در تئاتر، در تئاتر زنده، خب من این آزادی رو دارم که جاهای مختلف صحنه رو انتخاب کنم و به اونجا خیره بشم یا اونا رو تعقیب بکنم، ولی در زمانی که یه همچی تصویرهایی در بکراند اون کادر دوربین قرار داره، من مجبورم به اونجا خیره بشم و مقدار زیادی حواس من رو پرت میکرد، مخصوصا تو اون صحنه هایی که اون لامپای الوان یا بادکنک یا هر چیزی که بود خیلی شلوغ میکرد صحنه رو و تمرکز از کلام منحرف میشد و این امکان رو به من نمیداد. ضمن اینکه کار یک سبک زیبایی شناسایانه واحدی نداشت، نمایش با یک فیلم شروع میشه در واقع، یعنی کادر طوریه، دوربین لنز طوریه که آدم یک حرکت فیلمی میبینه، بعد به یه ژانر دیگه ای عوض میشه و مرتب این تغییرات صورت میگیره و اینها همدست نیست، چون که ما با توجه به این امکانات محدودی که داریم، اون امکانات نورپردازی رو که در جلوی دوربین به طور معمول داریم اینجا نداریم، یا کات هایی رو که در اونجا داریم اینجا نداریم. این منو خیلی اذیت کرد و متاسفانه منحرف کرد از اصل موضوع تئاتر که موضوع بسیار شاعرانه‌ای بود و میتونست خیلی برام جذاب باشه. ممنون. سپاس از شما جناب بهبودی عزیز، ممنون. خانم تهرانی، خانم تهرانی ما در خدمت شما هستیم، بفرمایید. خواهش میکنم. من اول میخواستم تشکر کنم از همه کسایی که این اتاق رو یا این زوم رو اداره میکنن. توی زوم های دیگه من بودم، خیلی غیر دموکرات رفتار کردن با بیننده ها، دلیلشون هم این هستش که شاید یه نفر بیاد یه چرت و پرتی بنویسه، ولی به خاطر یک نفر 120 نفر رو محکم نبستن. خیلی
ممنونم کارا رو خیلی با لذت نگاه کردم اما در مورد این کار به خصوص میخواستم بگم که برخلاف آقای بهبودی من فکر میکنم که صحنه ها رو خوب اداره میکردن به خصوص اون بازی که برای این دو نفر چای میریخ دقیقا آدم فکر میکرد که اونجا هست بازی ها بسیار عالی بود به خصوص اون خانوم که اصلا محشر بود متاسفانه اسمشون رو نمیدونم دیگه این که خیلی خوشحالم که جوان ها اومدن بیشتر این برنامه ها رو داشتن علاقه نشون دادن بعد سوال من این هستش که چرا همیشه باید زنهای ما توی این زمان مدرن محکوم به مردن باشن یعنی یک عشق سه‌جانبه‌ای هست که مردها نمیمیرن یا دست به خودکشی نمیزنن از خودگذشتگی نمیکنن به خاطر پدرش میتونست خودشو بکشه اون به خاطر پسرش میتونست خودشو بکشه و به این منجر میشه که این زن خودش رو بکشه اما داستان رو با کمال میل و با دقت دنبال کردم برام جالب بود که ببینم آخر سر این مثلث به کجا ختم میشه به اینجا ختم شد که این دختر مجبور شد که خودش رو بکشه یک جوری خیلی ضد این وضعیتیه که ما الان توی ایران داریم ترجیح میدادم که این زن نونخور این مرد نبود عاشق این مرد بود و خودش کار میکرد احیانا و تمام اون خصوصیاتی که جمهوری اسلامی سعی میکنه به زن بده که توی خونه بشینه مرد کنترلش میکنه دم در که اون کیه میادش اونجا نشسته حتی اینا رو یک برخورد این زن با این قضایا رو من ترجیح میدادم به عنوان یک زن مدرن که یک تئاتر مدرنی رو دارم میبینم این واکنشای این زن آموزنده باشه برای مردهایی که به این شکل به زنان نگاه میکنن ولی کارتون بسیار خوب بود خیلی من خوشم اومد بازی ها بسیار عالی بود واقعا و کارگردانیتون هم خیلی خیلی خوب بود مرسی سپاس از شما سرکار خانم تهرانی یک سوال از کارگردان چون که من در انتها در واقع فرصت رو بعد از تمامی چیزها در اختیار کارگردان که کار که دست بر قضا خودم هستم خواهم گذاشت چند دقیقه سوال رو خواهم داد فعلا در نقش مجری کار رو پیش ببرم تا زمانی که به خودم بخوام فرصتی رو بدم و پاسخ این نقش مجری منو هم بذاری من بلد نیستم این دست رو اونجا بذارم گذاشتم شریف خانم بله اسمتون رو یادداشت کردم دوستی از داره جانم من میتونم صحبت کنم چند کلمه؟ اگر اجازه بفرمایید من توی لیست بگذارمتون چون که یک لیست داریم که دوستانی پیش از شما هستن ولی اگر حتما احمد آقا من شما رو هم توی لیست گذاشتم فقط دوستی سوال کرده بودن که خلاصه از کار گفته بشه از این اثر در واقع پیرامون زندگی خانوادگی شخصی بود به نام شهرام ارجمندی پسرش آرش و خانومی که باهاشون ازدواج کرده بودن به نام خانوم بیتا و دست بر قضا پسر عاشق در واقع زن دوم پدر خودش میشه و یک رابطه دوستانه بینشون شکل میگیره و دست بر قضا باعث شک پدر خانواده شهرام میشه و اتفاقاتی که این وسط رخ میده این حالا خلاصه شده ای از داستان نفر بعدی که دست بلند کرد اما الان میبینم دستشون رو پایین بردن نمیدونم میخوان صحبت بکنن یا نه خانم مرنا اکانت مریم خانم اگر که صحبتی دارن خوشحال میشیم که بشنویم سلام وقتتون بخیر ممنون از اینکه بهم فرصت دادین صحبت کنم ولی من تکست زدم و شما خیلی عالی جواب دادین واقعا ممنونم همین فقط میخواستم بگم اگه خلاصه ای از نمایش ها رو بدونیم به خاطر اینکه من تازه وارد هستم اولین بارم هست که اینجا حضور دارم این خیلی کمک میکنه که بیشتر اینوولف بشیم بیشتر متوجه بشیم که شما هم خیلی عالی پاسخگو بودین ممنونتون هستم سپاس از شما متشکر
دوست عزیز بعدیمون جناب آقای ابراهیم افراسیاب. ابراهیم آقای عزیز ما در خدمتیم، خودتون آن میوت کنید، ما در خدمتیم. با سلام، من تشکر میکنم. بازیاب در این نمایش به خصوص خیلی عالی بود، یعنی من شاید در این چارگانی که اجرا شد از نمایشنامه با این نمایشنامه خصوص خیلی ارتباطی احساسی برقرار کردم. تمام بازیگرها مخصوصا که خانم نینا قیصری که فوق‌العاده بازی کردن. یک خب سوژه داستان یک چیزی هستش که تو بین ایرانی ها میشه گفتش که هم تکراری میشه گفت هست یا حالا آشنا هستش، ولی اون چیزی که برای من یکم سردرگم کننده بود معرفی تعجیلگونه شخصیت های داستان بوده. مهندس شخصی خود ساخته بوده ولی ما نفهمیدیم، یعنی من خودم نفهمیدم چطور این شخصیت خود ساخته داره یک توهم میشه، از چی داره فرار میکنه، دیگران از چه چیزی داشتن فرار میکردند، اون کسی که دنبال مهندس بود در اون شلوغی به خاطر چی بود، من اینو نفهمیدم واقعا. من با تنها شخصیتی که اینجا تونستم یک کمی بشن صداتون قطع شد، فکر میکنم یک ایرادی توی اینترنتتونه جناب افراسیاب، صداتون چند لحظه ما نداشتیم. تا اونجایش ما شنیدیم که فرمودید اینترنت من آن استیبل هست، عذرخواهی میکنم. ما شنیدیم که فرمودید تنها شخصیتی که من باش ارتباط، بعد دیگه ما نشنیدیم. بله، تنها شخصیتی که من باش ارتباط برقرار کردم پسر مهندس بود که البته در زمینه فلسفه زندگی خودش یک توضیحاتی میداد و در نمایش برای اون خانم توضیح میداد، ولی خب من نتونستم با شخصیت مهندس ارتباط برقرار کنم. یک تناقض عجیبی در رفتار خود ساخته و ضد اون وجود داشت، از یک چیزی هم میترسید فرار میکرد، هم توهم داشت هم واقعیت رو نمیتونست بپذیره، این آدمی که به ظاهر خیلی روشنفکر به نظر میامد و چرا دست به قتل زد این آدم، و داستان ها بریده شده بود، انگار که با عجله میخواستیم یک داستان قصه های شب یک هفته ای رو به یک قسمت خلاصه بکنیم در یک ساعت، و احساس میکنم خیلی کمبودها وجود داشت در مورد شناخت این داستان، شناخت افراد و علت و عوامل این که سرانجام مهندس به اون دست به اون قتل بزنه، یا پسره بخواد اون کارو بکنه، یا خانومه با اشتیاق دستش رو به روی مرگ باز بکنه. نتیجه گیری برای این داستان خیلی زود بود، در یک نمایش خانی نمیشه اون رو خلاصه کرد به نظر من، این باید در دو یا سه قسمت باید ادامه دار به ساز سریال میشد، و جاهای خیلی سوال هستش، میگم چون من علم نقادی ندارم، نقد ندارم، نمیتونم بگم کجا، ولی ذهن من همش پر از علامت های سوالی هستش که ضعف در داستان این رو برای من ایجاد کرده. بازی ها فوق‌العاده بود، فوق‌العاده بود، متشکرم. سپاس از شما جناب افراسیاب عزیز. شریف خانم نوبت شما هست، بفرمایید شریف خانم. قبل از اینکه ارتباط شریف خانم باز میکنن، نرگس خانم شما مجددا دستتون بالا رفت، آیا مجددا صحبت بفرمایید یا من دستو بیارم پایین؟ من میارم پایین. بسیار بسیار. آقای زاره من رو هم در لیست سیاتون وارد کنید. دولی لیست عزیزانمون وارد میکنیم قربان. شریف خانم بفرمایید. اوکی، با سلام به همه، چون من اول سلامم نکردم متاسفم، و بگم هم که خیلی متاسفم من نمایشنامه اول رو نتونستم ببینم، یعنی دیر وارد شدم، و ولی من شروع میکنم روی این نمایش. اول از همه خوبی هاشو بگم، به نظر من اتفاقا برعکس دوست عزیز رشید، بازم معذرت میخوام، همیشه یاد دوستی میافتم. بهرحال به نظر من از نظر تکنیک فوق‌العاده بود، و برای من در کل این فستیوالی که گذاشتین
یکی از خوبی‌هاش این تکنیکی بود که این همه تو این به اصطلاح مدت کم پیش رفته. دو اینه که جوون‌هایی که من می‌بینم که بی‌نهایت خوشحالم از اینی که این همه جوون اومدن و بعد اجرا از نظر کارگردانی به نظر من خیلی خوب بود، از نظر بازیگری محشر بود، مخصوصا مینای عزیز که اصلا حرف نداشت کارش، و خیلی خیلی خوشحالم که اینقدر جوونا کارشون خیلی خوب خیلی خوبه. و از نظر خود متن به نظر منم عین شهلای عزیز باش موافقم، خیلی طولانی بود و به نظرم میتونست اولا اینکه در ابتدا که شخصیت ها رو شما معرفی میکنید، من به نظرم احتیاجی نیست اون زیادیست، چون که در طول تمام کار اون شخصیت ها خود به خود روشن میشن و مشخص میشن و احتیاجی نیست که مثلا بگیم پسر کم حرفه یا پدر چجوریه یا زن چجوریه. و در رابطه با اتفاقا اونم اونجا هم که فریده عزیز گفت که چرا زنها رو، چرا این زن رو میکشین، اتفاقا به نظر من انگشت گذاشتن روی یکی از دغدغه های بی نهایت مهم و مسئله امروز ماست، یعنی زن کشی، که به نظرم فوق العاده کار خوبی کردیم. یعنی شما دقیقا اتفاقا زن کشته. یکی هم گفت که زن خودشو چرا میکشه، همچی چیزی به نظر زن کشته میشه، و این درست چیزیست که اون فرهنگی که نشون میده که چطوری زن زیر ذره بینه، حتی اجازه نداره بره بیرون، حتی با یعنی تمام اینها و برخورد زن که فریده میگه که چرا. خب آره، زن به نوعی روشن فکر هست چون که کتاب میخونه، از صحبتهایی که با پسر جوان یعنی پسر شوهرش داره معلومه، و برخوردی که داره که دوستی رو چقدر ارزش براش قائله، و تمام این راجب نیروانا و راجب بودا و راجب همه چیز. ولی برخوردش اگر که چیز نیست، تند نیست، اتفاقا نشون دهنده اینه که یک راهی رو داره پیدا میکنه که با تمام شخصیت درونی قویش داره در مقابل این جریان وای میسته و داره میگه میشه دوستم بود، میشه خیلی جور دیگری به عشق نگاه کرد، که من خیلی اتفاقا خیلی خوشحالم و به نظرم یکی از ویژگی هاش بود و ویژگی های کارتون بود و این شاعرانه بودن زیبا. ولی خیلی طولانی، یعنی حتما میشه در خیلی جاها کوتاهش کرد، و موافقم با شهلا. حتی من به نظرم یعنی در جایی که پسر میاد توضیح میده که میخواستم کمک بدم و پسر اتفاقیه که پدر رو میکشه، یعنی میفته، به نظر من اونجا با تموم میشد دیگه، مونولوگای بعدی واقعا اضافی بود. ولی براتون آرزوی موفقیت های بیشتری برای همه تون دارم، کار روی هم رفته خیلی زیبا بود و تمام کارها از نظر تکنیک محشره. مرسی و بازی قربانیت. سپاس از شما شریف بانوی عزیز، مرسی، متشکر. نوبت دوست عزیزمون احمد آقا هست. احمد آقا قربان، ما در خدمت زاره عزیز. اولا که بهت خسته نباشی بگم، و بقیه خب تیم برگزار کننده فستیوال فوق‌العاده زحمت کشیدن و من آدم خیلی راحت حس میکنه که چه انرژی و چه نیرویی پشت این کارا دیده میشه. به هر حال دستتون درد نکنه و ما خیلی خوشحالیم که در این دوران کرونا رو شکست دادیم و تئاتر رو دارین اجرا می. من در مورد کار شما در رابطه با متنتون خیلی صحبت دارم، یعنی من فکر میکنم به وقت دو نفره احتیاج است که راجع به ریزن کاریای متن زیاد با هم صحبت کنیم، ولی در مجموع خواستم اشاره بکنم این نقطه نظرهایی که درباره متن گفته میشه اتفاقا موفقیت کاره، به دلیل اینکه به تعداد همین آدمایی که این نمایش رو دیدن نقطه نظرهای متفاوتی وجود داره.
یعنی هر کدوم از این دوستان و همکاران ما می شود با دادن این طرح یک نمایشنامه به خواست خودشون بنویسن. در نتیجه من این رو موفقیت متن میدونم و اینکه در حقیقت متن تونسته خودش رو به بیننده بخوانندونه، یعنی اون رو، یعنی دیگه این شما نیستید که اون متن رو نوشتید، بلکه متنی که داره خودش رو به ما نشون میده و تعریف میکنه. در نتیجه از زوایای دیدگاه‌های متفاوتی این نمایش داره تکمیل میشه و من این رو خوب میبینم. اما آنچه که اندیشه پنهان شما پشت این نمایشه برای من جای صحبت خیلی زیاد داره، چون من فکر میکنم پرداختن به یک موضوع تابو در فرهنگ به خصوص ما ایرانی ها این یه موضوع خیلی تابویی و این رو به این شکل خیلی مدرن مطرح کردن، من فکر میکنم یه خوده از اون فضای شاید ماورا طبیعیش بیاریم پایین، رو زمین باشن میبودن خیلی موفق تر بود. و یا اینکه اگر شما قصد دارید اندیشه‌ای رو به ما معرفی کنید یا بگید، من فکر میکنم که اگر میشد فرایند اون مطالعات و خواستگاه‌های فکری شما از این دیدگاه بودیسم و دیگر در قالب طرح یا بیان نمایشی از زبان شخصیت‌ها به ما معرفی میشد، پذیرفتنی تر بود. به هر حال شما وقتی نمایش رو می نویسید طبیعتا خودتون رو می زارید جای اون شخصیت، یعنی اون شخصیتی که داره دیالوگاش رو می گه، شما زاره نیستید. در نتیجه درسته که اندیشه شماست، ولی اندیشه شما باید از اون مطر از دیون نظر مطر. به همین دلیل من فکر می کنم من شخصا خودم راجع به مطر خیلی با شما میتونم اگر فرصتی باشه بیشتر صحبت بکنیم. این است که مهمترین مسئله‌ای که برای من مطرح بود خوبی این نمایش، طرح یک تابویی که خیلی خیلی در جامعه ما واقعا به زنکشی کشیده شده، به خیلی فجایع، اما انتخاب بسیار درست و به جای شما در شخصیت ها بسیار بازیگرها رو خیلی خوب انتخاب کردید و چقدرم خوب این دوستان تونستن که نمایش رو اجرا کنن. آقای فرشید، آقای اون دوست عزیزمون جوان، من اسمش رو نمیدونم، یا بیویگه همونطور که خانم شریفه گفتن، خانومی که این نقش رو بازی کردن به قدری حسشون زیبا بود که واقعا قابل ستایش. من تبریک میگم به اینا. در مورد زیادی متن، من اول وقتی شما گفتید 90 دقیقه متن نمیخواید بخونید، راستش خود جا خوردم، ولی این 90 دقیقه رو با فضاسازی‌های خیلی خوبی که شما کرده بودید ما تونستیم تحمل بکنیم. بازی‌های خیلی خوب، به دبستون‌های خیلی خوب، مخصوصاً بازی‌های خیلی حسی خانوم و گاهی اوقات فرشید که تیکای می‌داد یا این جوون، بسیار به دبستون‌های خوبی بود و برات آرزوی موفقیت و دیگه دوست. سپاس از شما احمد آقای عزیز، مرسی، ممنون بابت پیشنهاداتتون و نظراتتون. دوست عزیز بعدیمون پژمان صفایی عزیز. پژمان جان، خوشحال میشه صحبت شما رو بشنویم. پس از شریف جون من بودم.
یک زده بودم اونجا. پژمان عزیز دستشونو به من بلافاصله بعد از احمد آقا پژمان بلند کرده بودم. هم یک شما بفرمایید احمد آقا شما بفرمایید. ببینید احمد آقا شما محمود آقا شما بفرمایید. نخیر بفرمایید. مطابق وقتی که میگردونید جناب محمود خان میرزایی شما لطف فرمایید صحبت بکنید، چون من آلموس چیزایی که میخواستم بگم در واقع صحبتم شده بود. بعد من بعد از شما در خدمت هستم، جسارت نمی کنم، در خدمتتون هستم. بسیار خوب، سپاسگزارم. شاید برای روزهای آینده نتونیم اینجوری رو در رو با هم باشیم. من سوت استفاده می کنم و همینک 8 روز زودتر روز جهانی زن رو به همه بانوان اون و به ویژه نازنین زیبایان اینجا شادباش میگم. من بر اینم که چقدر همه زیبا هستن اینجا به ویژه بانوانمون و اونچه که چندی گفتن جوان بانوانمون با بازی‌های بسیار خوبشون بسیار آفرین داره، بسیار جای شادباش دلانه داره. این برای همه بازی‌هایی که جوانان بانوان ما کردن. اون بانویی که آغاز یکی از این برنامه رو با خواندن ترانه انگلیسی بسیار بسیار خوب می‌خوند، بسیار درست و نه انگلیسی خوندن رو، شیوه خوندنش بسیار بسیار خوب بود، همونجا منو گرفت. خب من یک حساسیت ویژه‌ای روی زن و همه مبارزه من برای زن، زن در همه جهان به ویژه اینک با آخوند پلید اسلامی، با زن ایرانی که بدتر هم شده در این ستم هزار باره نه مضاعف که میگن. بنابراین اینجا در شاید همه کارها اون در هسته میانی که شما میگید محور زن بود، در این کار هم این زن هست که میان دو مرد بسیار متفاوت گرفتاره. این رو میگذرم، نخست میرم از ارزش هایی که در همه این کارها دیدم. بسیار با ارزش های ویژه بسیار خوبی در همه این کارها بود. ما زمان نیاز داریم، من اینو چند هفته پیشم گفتم، این تکنیک، این شیوه نو هست، توان زیادی هم نداره، توی این زوم نمیشه زیاد کاری کرد. و با این همه پیشرفت در این زمان کوتاه، اون همون هوش ایرانی است. ایرانی از باهوشترین مردم جهان در انسیکلوپدیای اروپایی، من وزیر فرهنگ یکی از این ایالات برای من آورد خوند، هست. ولی ای کاش ما این هوشمون رو با هم بستگی می داشتیم تا این به سرمون نیاد. و تو این زمان کوتاه بسیار پیشرفت بوده، هم در بخش تکنیک، صحنه آرایی و بازی ها برای من با هفته های آغازینی که اینجا بودم بیش روی نمیشه همسنگی کرد، مقایسه کرد، خیلی پیشرفت کرده. باز آفرین داره. یک دست نیست هنوز، ولی خب با این شرایط دشوار تمرین کردن و با هم هماهنگ کردن به راستی ستایش انگیز است. در این کار صحنه آرایی بسیار بسیار خوب بود در همین راستایی که گفتم، اما ناهمخوان بود، خیلی جاها با هم نمیخوند. زمان ندارم که بخوام به ریزه کاری ها دونه دونه نمونه بیارم بگم، ولی یک نمونه رو میگم. اتاق آرشی که بانوی جوان میگه کثیف و به هم ریخته، ولی ما یک اونجا شیک پیک دورش خیلی یک کاخ مجللی داشتیم. اینجور نکته ها بود.
یا آسمان رو دوتاشون آسمان پشت سرشون یه جا بود، در صورتی که اگر اینا روبروی همن نمیتونه اون آسمان یکی باشه. اینا نمونه‌های کوچیکی. با همه حرفا بسیار باز هم پیشروی داشت از این داستانه. درازای کار به راستی جای ایراد داره. ما باید بدونیم کجا چه کاری رو انجام میدیم و اگر نویسنده این کار رو نوشته پیش از این که بخواد اینجا انجام بده، به اینجا در اینجا به نمایش بذاره، ولی میتونست کوتاهش بکنه. یادمه که با شنگله رومئو و ژانت ژان آنویی رو میخواستیم کار کنیم، همین جوری ده برگ در برگ خط میزد، میگفت خط بزنید اینجا رو خط به، گفتم چقدر شجاعی چیز که باید بتونی، باید بدونی تو چی میخوای، از اون بکشی بیرون چیزی که میخوای. حالا تو که خودت نویسنده این کاری، برای باید بتونی برای اینجا باید کوتاه میکردی 90 دقیقه. و من همین که گوش میدادم با اینکه دوست داشتم، ولی میدیدم راحت میشد، خیلی چیزها رو نداشت و با شاید حس بهتر یا بازی یه جوری جایگزین کرد. خب آقای مهندس، پدر بچه که از این پدر، اون بچه لوس اونجوری بیچاره شده بود، اون پسرش، هرچی هست من میگم چون مادره که خیلی زود رفته بود، این مرد اون چه که من برداشت کردم، مردی خودخواه، دامینانت، خیلی کمبره یعنی چیره خواه، و خودخواهی به اونجا میره که به دروغ، این آدم دروغگو بود و اون چه هم که در پایان کرد از رو حسودی بود، دروغ گفت که به خاطر اون، دروغ میگه که به خاطر آرش میاد با این ازدواج میکنه، یه دختر زبون دیده میخوادش، وقت بهانه اون یکی رو میاره، اگه به خاطر اونه خب برو بدش به اون پسرت، چرا خودت میگیریش. هر آنچه، بازی این بانو که نازنین بسیار خوب بود، بسیار خوب بود میان هر دو اینا. ای کاش کی، شاید هر چی بود خوب بود، ولی شاید یک ورژن دیگری، یک گونه دیگری، چهره دیگری این زن امروزی، نیازی که زن من این نیاز دارم که زن شیرزنان ما که شاهکار آفریدن، اینجا هم اسیانی میکرد و به جای مرگ خودش کار دیگر میکرد، یه درست وارونه این میکرد. خب تکنیک، هم نوازی ها در همه کارا خوب بود و من بازم دیشب هم گفتم به سوسن و همه دستیارانش همه اینجا شاد باش میگم. سپاسگزارم. سپاس از محمود عزیز. دوستان فقط لطفاً چشممون به زمانم باشه، زمان صحبت رو این اثر داره یواش یواش تمام میشه. دوستان پیش رو اگر محبت کنن از تکرار مکرراتی که دوستان گفتن دست به کمتر بکنیم و به اصل برسیم. پژمان عزیز، پژمان جان بفرمایید. سلام بر همه دوستان. من حقیقتا خیلی از صحبتایی که تو ذهنم اومده بود الان مطرح شد، یعنی شاید همونجوری که گفتید وقت اجازه نده که ما بخوایم دوباره تکرارشون بکنیم، اما یه چیزی که به نظر من خیلی مهمه که ما با حواسمون باشه، معمولا تو نقدای بررسی بعد از اجراهای زندم و توی صحنه که ما داشتیم، من معمولا یکی از اقدام این بود که ما خیلی توجه روی داستان داشتیم و به جای اینکه به عوامل بازیگری، عوامل کارگردانی، صحنه و مسائل دیگه که شاید اون موقع بیشتر باید بهش توجه میکردیم. این مدیوم جدیدی که داریم زوم، در واقع شاید ما الان زمانی هستش که وقت بیشتری بذاریم روی داستان و چون بخش بار اصلی مسئله نمایشنامه خانی هستش و این داستان نمایشنامه اهمیتش بالاتر هستش، حالا خانشش و اجرا هم توی این قضیه
بحث فرعی قرار میگیره برخلاف اجراهایی که به نظر من نمایشنامه فرعی میشه. توی من بخوام عوامل غیر فرعی رو بخوام اول بهش خوام به نظرم صحبت بکنم، غیر فرعی تر حالا یا کمتر هم مهمتر توی این زوم جدید و این پلتفرم جدید، کارگردانی بی‌نظیر بود. من خوشم اومد، ایده ها قشنگ بود، تمام اینها چفت و بحثش درست انجام شده بود، انتخاب بازیگران، انتخاب متن، حالا نویسنده هم یکی بود، به نظر من کار صحیحی شده بود. اما همونجور که همگی دوستان گفتن، نقش کارگردان رو دیدیم، مزید میدونم که باید قطعا پوتام شد. انقدر جذاب بود، متن خوب بود، شما دنبالش بکنی بیش از یک ساعت و نیم، من به نظرم طول کشید که بتونی فالوش بکنی تا پایان خسته نشی. اما همه ما شاید این اندازه در واقع علاقه من نباشیم، یا حتی اگر همه هم علاقه من شده باشیم پلنهای دیگه ای داشته باشیم، و برنامه ای که بخوایم این همه تایم رو نانستاپ بذاریم برای یک چنین چیزی، به نظرم یک کمی میشد روش کارگردان برنامه ریزی داشته باشه که این اتفاق رو بهبود ببخشه. در رابطه با بازیگری ها که بخش دوم هستش که میخوام در رابطه صحبت بکنم، به نظر بازیگری ها عالی بود، با محدودیت هایی که وجود داره، با اتفاقی که ما الان در برابر دوربین هستیم، در واقع یه مقدار کلوزآپ وجود داره و دیگه بازیگری تئاتری نیستش. بچه هایی هم که علی رغمی که خیلی هم شاید تجربه بازیگری تئاتریشون بیشتر هستش، خیلی عالی بازی کرده. من بازیگر مردشون رو آشنایی بوش نداشتم، ولی خیلی بازیش رو دوست داشتم، مینا رو بازیش رو بی‌نظیر دوست داشتم، و فکر میکنم اون حس و حال داستان رو، کاری رو که تو نمایشنامه میخواست به خوبی ما انتقال دادن. در رابطه با چیزی که بخوام بتونم بگم، فرشید آریان رو از قلم نندازم، تو لحظاتی که اموشن رو میخواست انتقال بده به شکل کامل به اون حال رو ازش میگرفتم، و اون انگار که احساس میکردم من میتونم همزاد پنداری خوبی با بازیگرها برقرار بکنم، و این حسی بود که اونها به من میدادن. و در پایان صحنه آرایی که حالا توی اینجا میشه دکوری که پشت بازیگرها استفاده میشه، یا به نظر من همونجور که یکی از دوستان گفتن، من زمانی که توی اسپریچوالیتی میرفت، زمانی که میرفت تفکر بازیگر رو میگفت، تفکرهای شخصیشون رو میگفتن، و در واقع یک مونولوگ‌هایی رو اجرا میخواست میکرد، از نقش‌های استفاده میشد که یه مقدار به نظر من برای این فاصله بیستانتی با کامپیوتر ما و گوشی ما خیلی زیاد بود. اگر حتی این تو تلویزیون قرار بود پخش بشه، تو پرده سینما میخواست باشه، فاصله بیشتری داشتیم و این رنگ‌ها اونقدر تون نبود، اونقدر در واقع این اوجاج فکری این در واقع به ما یه مقدار پرت میکرد، ما رو از موضوع بیرون میبرد، یه مقدار سنگین بود برای اونجا. در پایان متنتون به نظر من مهمترین قسمت، ولی چون همه صحبت در بازش کردم من ازش خیلی سریع میگذرم، متن بسیار عالی بود، متن زیبایی بود که ارتباط برقرار میکردیم. فقط یکی دو تا مورد دوستان گفتن که دوست داشتن که پایانش زنانه تر بود، مردانه تر بود، این چنینی بود. ما برخی از داستان هامون دنیای ایدئالم رو میخواه و قرارش بیانیه و خطابه ای باشه و بگه ما میخوایم این چنینی تموم بشه، دنیامون اینجوری میخواد. بخشیش از داستان ها داستان واقعیت امروز زمون هستش، نظامی نداره همه پایان بندی داستان اون چیزی باشه که ما رو جذبمون بکنه، ما دوست داریم که رخ بده. بعضی وقت چیزی که دوست نداریم به ما رو به فکر میندازه که کاش که یه جور دیگه تموم میشد، بعد دنیای واقعیمون رو اون چنینی عوضش بکنیم. در نتیجه الزاماً اینی که پایان خواسته ما نبود به نظر من ایراد نبود، اما مشکل متن در واقع به نظر من بیشتر کتاب بسیار بی‌نظیریه، کتاب که میتونه برای خوندن محشر باشه، اما برای نمایشی کردن و نمایشنامه و اجرا به نظر من باید یه مقدار کاتی میشه. ممنون، سپاس از شما پژمان عزیز. دوست عزیز بعدیمون، مرسی بابت نظرات پژمان جان، ممنون، استفاده کردم، همه رو یادداشت کردم برای روزهای آتی یا برای اتفاقات آتی. اصغر نصرتی عزیز، اصغر جان ما در خدمت شما هستیم.
صداشون بسته است. لفته گل بچینه. درود بر همه شما. من گلامو چیدم برگشتم. برحال خسته نباشید. به این تیم میگم دوباره، محسن یه حسنی داره کارش که در از ای بشه، و اونی که هر وقت یه کاری میکنی یک عالمه در موردش حرف هست برای گفتن. این چند لایه گفتن و یک مقدار به نظر من افسون گفتنه که محسن بهش مبتلاست، مثل خیلی از این خانمای ایرانی که وقتی مهمون میاد دستشون به کم نمیره. محسن هم در نوشتن همینجوره، دستش به کم نمیره و موضوعات بسیار زیادی رو مطرح میکنه تو یک به اصطلاح در یک لیوان آب، گاهی وقتا تصور حجم یک آب اقیانوس رو میبینه. به هر صورت ما برگردیم. سلام به همه. خانم از طرف من نیست. بله خب متوجه شدم. برگردیم به متن. از تراژدی شروع کنیم. این یک تراژدی خانوادگیه که محسن سعی کرده با گره فاصله سنی مسئله رو اول شروع کنه. کلید با فاصله سنی میزنه، همون چیزی که هر تراژدی احتیاج داره. یه جایی باید یه خطایی رخ بده تا تراژدی شکل بگیره. خطای این تراژدی هم در تفاوت سنیه در درجه اول. بعد در درجه دوم وجود یک نفره که همیشه هیچ تراژدی هیچ قهرمانی بدون ضد قهرمان نمیتونه قهرمانیتش دیده بشه. این عنصر دوم مثبته که ورود این پسره، یعنی پسری که اونجا هستش. این دوتا عنصر در اصل کل نمایش رو دارن میبرن ما رو به طرف یک فاجعه‌ای که قرار رخ بده. از همون اول ما میبینیم که محسن شناخت درستی از انتخاب تراژدی داره، میفهمه وزن تراژدی کجاست. اما اشکال قضیه اینه که به همین قانع نیست. محسن سعی میکنه انقدر انبوه گفتاری بکنه، یعنی پسر رو عارف بکنه، بفرسته سراغ بودا و مولانا و اینا، مرد رو بفرسته تو بازار و زن رو در برهوت این دو نگه داره. شاید برای چند لایه کردن حرف کار بدی نباشه، اما برای نوشتن یک نمایشنامه منضبط که هر شخصیتی به قدر کافی روشون کار بشه کار بدیه و بایستی توی همون محدوده می گنجید که به نظر من این به اصطلاح ظرفیت نمایشنامه دیروز به ما اجازه میداد و نه اون مقداری که محسن دلش میخواست دستش به کم نره. این اولین نکته بودش که من به نظرم رسید اگر محسن بخواد کار دوباره انجام بده بهتره که روی شخصیت ها بیشتر بمونه. من زن رو مثلا در برای نمونه براش نوشتم. زن رو ما از زبان زن خیلی کم میفهمیم که چرا تن به این ازدواج داده، یعنی او که عاشق نشده، مرد بوده که رفته بهش گفته که من جای پدر تو هم. ما از طریق دیالوگ مرد میفهمیم که اوضاع چه قراره، ولی از طریق زن در اصل نمیفهمیم که چرا حاضر شده این به این تراژدی تن بده، یعنی این دزدمونا چرا اومده این ازدواج رو این کار قهرمانان رو انجام داده. میرسیم تو مرحله بعدی. البته من خیلی نوشتم ولی سعی میکنم، میگم دیگه کار محسن همینه دیگه، آدم رو میندازه تو بلا. میرسیم به قسمت تکنیک. من هم مایلم مثل دیگر دوستان تکنیک رو موفق بدونم. به هر حال بزرگترین حسن محسن همونجوری که اولم گفتم ابتکارات و ریسکای زیادی میکنه. گاهی وقتا این ریسکا به قول معروف سبب لیس خوردنش میشه، گاهی وقتا نه، این ریسکا درسته، یک کار جدیدیه که باید باش آشتی کرد. محسن خیلی کاراش اینجوری بود، یعنی اونا که حداقل من تا به حال دیدم اینجوری بوده و این بایستی به دیده چی میگن، نمیخوام بگم اغماز، ولی به دیده خوش نگریست به این کار ابتکار مابانش و باید به قول معروف محسن هم آماده باشه که این کاراش یه وقتایی هم ممکنه خوب انجام نگیره، سرانجام بهتری نشه. ولی کیه که خطا نکنه وقتی که ابتکار میکنه؟ به هر حال دیکته نانوشته بی غلطه. بریم سر بازی ها. من راستش بازی شروع پسر رو خیلی خوشم اومد، دیدنی در از همون سکوتی بود که احتیاج داشتیم که متمرکز بشیم به تصویر، ولی همه جا یک دست نبود. برخلاف خانوم که این نقش رو بازی میکردن، من متاسفانه اسمشون رو نمیدونم، ایشون سعی کردن در تمام بازی یک جور باشن. همین نقصان پسر رو دوست عزیزمون آریان عزیزم داشت،
مختلف بود. گاهی وقتا خوب میشد، گاهی وقتا در میرفت به قول معروف. ولی فراموش نکنیم که همونجور که آقا پژمان یعنی اشاره بسیار دقیقی کردن، ما در این نمایشنامه ها که ما الان به شکل مجازی میبینیم، ما در حد همون تصویر متمرکز یک ذره‌ای باید همه چی رو ببینیم و هم انعکاسش خیلی سخته از طرف مقابل بازیگرا و هم دیدنش از طرف ما خیلی سخته. یعنی این تمرکز دو سویه، این تاثیرگذاری متقابل انقدر مشکل سازه، برخلاف همون چیزی که آقای بهبودی اشاره کردن، توی یک نمایش شما وقتی چشت از یک قسمتی خسته میشه به یک قسمت دیگه میره و استراحت میکنه و چیز جدیدتری میبینه و دوباره برمیگرده به این. ولی ما این رو در کار مجازی نداریم. به همین دلیل کار افراد یا کار محسن باید با این دقت همراه باشه که اگر ما چیزی رو میبینیم فقط در حد اون تمرکز باشه و بیشتر از اون میتونه ما رو از اصل موضوع منحرف بکنه. من در مورد بازی هم گفتم، بقیه یادداشتا رو سعی میکنم با خود محسن در میون بذارم. خسته نباشید. سپاس از شما. ایزاره ببخشین، ممکنه یک بار دیگه اسم هنرپیشهاتون رو بفرمایید؟ چون ما اسما همه دارن میگن اون خانومه، اون آقایه. الان دیدمش، میناست. مینا، خانم مینا قیصری در نقش مدت نبود، رفته بود کجا؟ آقای فرشید آریان در نقش شهرام و آقای کامران هوشمندیان در نقش آرش. دوستان، سه تا دوست عزیز دیگه وقت گرفتن برای صحبت کردن. سرکار خانم فرخ نیا هستن، خانم نظری هستن و خانم شریفه گفتن یه صحبت کوتاه دیگه. به عنوان صاحب اثر این کار دوست دارم صحبت همه رو بشنوم. به عنوان مجری باید نگه دارم. اگر که ممکن، من دوست ندارم کسی رو نگه دارم. لطفاً کوتاه مختصر دوستان عزیزی که باقی موندن، میخوام دو سه دقیقه وقت به کارگردان بدم اونشون بتونه نظرشو بگه تا این لحظه صحبتی رو نداشته. بنابراین خانم فرخ نیا، خانم نظری، خانم شریفه به عنوان سه نفر آخر این نمایش در خدمتیم. سوسن جان بفرمایید. دوستان همه حرفایی که باید بزنیم زدن. من در مورد اجرا و اینا با آقای بهبودی موافقم. یه ذره بعضی وقتا بعضی از نمایشا هستن، همینجورم در مورد متن با آقای نصرتی موافقم. من میشون میگم آکسفورد استریت اند کریسمس ایو، اینقدر چراغ و مغازه و اینقدر شلوغه که تو نمیدونی کجا فوکوس کنی و این احتیاج داره ساده بشه. برای اینکه یک مطلبی که یک عمق شاعرانه میتونه داشته باشه نیاز به سادگی داره، مثل کارهای پیتر بروک. اگه همش خیلی ساده است یک خطه، از پر بودنش میاد، میدونه چجوری با اون سادگی قضیه رو برمی کنه. ولی این باعث نمیشه که یک کارگردان و نویسنده مثل تو محسن جان جستجو نکنه. همین شروع شوق تو کارته که آدم رو به طرفت میکشه. میخواستم از همه تشکر کنم انقدر ما رو تشویق کنین. در واقع ارگنایز کردن همه این چیزا برای این که چیز بشه، در واقع من و کمال و روزیتا و محسنیم دیگه، یه جورایی با هم در تماسیم اینا رو جور کنیم. خواستم بگم خیلی خوشحالم که از کار با مینا خوشتون اومده. مینا در لندن با کارگاه های من شروع کرده و خواستم هم توی مکفس بهش رول دیگه، میخواستم حسابی باش کار کنم. اون دیتیل رول لیدی مکبس رو میخواستم بهش بدم که متاسفانه همه چی، چون منم دیده بودم توش چیزاشو و داشتیم با هم کار میکردیم و خیلی خوشحالم که همه دوست داشتن کارشون و اونا هم همونی که من توش دیدم و توش توی مینا دیدن که بتونیم کار کنیم. یه چیز دیگه میخواستم بگم راجع به تکست. میخواستم بگم ساده است، پیچیدش نباید کرد به نظر من. و اینی که این دختر همینجوری تو داستان افتاده بدونی که ما بدونیم چرا تو این داستان افتاده، اتفاقا کمک میکنه به پلات ما. برای اینکه اگر قرار باشه همه خیلی فهمیده باشیم، اسیان بکنیم، پلان بکنیم، پلاتی به وجود نمیاد. بعضی وقتا کاراکتره هستن، من با عنوان یه فمینیست میخوام کلش رو بکنم. من وقتی دزدمونا رو بازی کردم، بهرام بیزایی به من، محمد کوثر میگفتش که اینجوری فمینیستش کن و اونجوری کن. بهرام بیزایی بگش که متعالا دزدمونای فمینیست دیگه نهیدی بودیم. و حرفش خیلی درست بود. دزدمونا که فمینیست نیست، اگه نه دزدمونا نمیشد. نتیجه این کاراکتر فمینیست نیست.
این کاراکتر یک گیجگولی جوانی است، وارد یک عشق پدرانه پروتکشنی میشه که آخرش به این فاجعه میرسه و ما بهش نیاز داریم، اگر نه داستان یه چیز معمولی میشه که تو سریال های امریکایی میبینیم. همین دیگه، حرف دیگه نداریم. سپاس از سوسن بانوی عزیز بابت صحبت‌های تکمیلی و زیباشون. سرکار خانم نظری، خانم نظری در خدمت شما هستیم، بفرمایید. با عرض درود و خسته نباشین به تیم لمسه های بیتو، از نظر سرگرمی و انترتینمنت من فکر می‌کنم خیلی کار خوبی بود، یعنی خیلی خوب تونسته بود بیننده ها رو به خودش سرگرم بکنه. یه مقدار زیادی از این انترتینمنت بودنش به خاطر همون تصاویر و بازیایی بود که با تصاویر شده بود. از این نظر که کارو شلوغ کرده بود من با آقای بهبودی موافقم، ولی خب باید بدونیم که این ما دو تا سبک مختلف از ساخت آثار هنری رو داریم که اگر نگاه کنیم توی جاهای بزرگتر مثل هالیوود هم به این شکله که ما یه سینمای هالیوود داریم که سینمای تجاریه و تصاویر به جوری ساخته شده که جذب بیننده بکنه، و یه سینمای آرتستیک هم داریم که بیشتر جنبه های آرتستیک رو در نظر میگیره، که من فکر میکنم که از نظر آرتستیک اگه بخوایم بهش نگاه بکنیم، داشتن خیلی تصاویر خیلی به خود قسمت آرتستیک کمک نمی کرد، به خاطر اینکه نظر و توجه بیننده رو به خودش جلب میکرد. ولی برای یه کاری که برای عوام ساخته باشه نه برای متخصصین و جذب بیننده بکنه، به نظر من تاکتیک خوبی بود. در مورد بازی ها از آقای کامران شروع میکنم. بازی ایشون بازی خوبی بود. من وقتی که بازی ایشون رو دیدم متوجه شدم که حتی اگر ایشون از زمینه و بکراند تئاتر هم اومده باشن، ولی شما میبینین که نوع جنس بازی که ایشون ارائه کردن جنس بازی بازیگریه که در جلوی دوربین شکل گرفته. چون ما اینو در تفاوت و بین بازیایی که در روی صحنه اتفاق میفته و در کس بازیگری که اسکیل بازیشون مال جلوی دوربینه خیلی فاحشه، و من اینو در آقای کامران دیدم. در مورد بازی آقای فرشید آریان، یه بازی کاملا دراماتیک بسیار عالی، بسیار جذاب ولی تئاتریک بود که در تناقض قرار میگرفت با بازی آقای کامران. یعنی آقای کامران رو وقتی که شما بازیشون رو میدیدین یک بازی بود که خیلی مینیمایز شده بود، فیشال اکسپریشن بازی زیر پوستی مقداری داشت و خیلی تنظیم شده بود و مشخص بود با که این جنس این بازیگر بازیگریه که در مقابل دوربین شکل گرفته. بقیه بازی، مثلا بقیه بازی آقای آریان، با اینکه بازی بی نظیری بود، وقتی این دو جنس متفاوت از بازی کنار همدیگه قرار میگیرن به من احساس خوشایندی نمیداد. یعنی من دوست داشتم که حالا که اینقدر هر کدوم جدا جدا بازی های خیلی خوبی دارن، ای کاش این یک دستی و یک هماهنگی در جنس بازی ها در کار دیده میشد و اینقدر چند دست نبود. در مورد بازی خانم مینا میتونم بازی ایشون رو به دو قسمت تقسیم بکنم، از اول بازی ها تا وسط نمایش، از وسط نمایش تا آخر بازی، که با توجه بر اینکه من میدونم که مینا جون حدود 10 روز قبل از جشنواره وارد این کار شدن و خیلی براشون کار سخت و مشکل بوده که یک بازی رو که نصفش با یه بازیگر دیگه طراحی شده و نصف دیگه‌اش باید دست خودشون باشه رو بتونن تموم بکنن و این یک دستی رو حفظ بکنن، متاسفانه من در قسمت دوم بازی مینا جان، حالا شاید به خاطر اینکه من آشنایی با بازی اول داشتم، طراحی اول داشتم، این برای من خیلی مشخص بود که مینا جان نتونستن بقیه طراح بازی ها رو شبیه بکنن به طراحی اول. یعنی من این دو دستی رو در کارشون میدیدم، ولی میدونم که کار دیگه هم نمیتونستن بکنن در زمان خیلی کوتاه. رسوندن خودشون در این زمان، یعنی خوندن متن و هم جمع جور کردن این واقعا تحسین داره، آفرین. ولی این در مورد خود نمایشنامه، داستان نمایشنامه بسیار زیبا بود، موضوع خیلی دراماتیک قشنگی بود، برخلاف اینی که حالا بعضی منتقدین نظرشون اینه که جنبه این داشت که زنانه باشه مردانه باشه، من اصلا اینو درش ندیدم. من فقط دیدم یه داستانیه که یک چیزی که اتفاق داره میفته، حالا لزوما هم قرار نیستش که
طرف زن رو بگیره یا طرف مرد رو بگیره و بگه که آقا درست یا غلطش چیه، فقط اون چیزی که در روزمره در دنیا داره اتفاق میفته رو به نمایش کشیده شده بود. در قسمت دیالوگا من یه خورده باز مشکل داشتم، من که احساس کردم دیالوگا باز یک ذره اون حالت دو دستگی رو داره، همونجوری که در بین بازی افراد بود، ولی به طور کلی داستانی رو که نوشته شده بود من بسیار دوست داشتم و لذت بردم. در هر حال خسته نباشین، به امید دیدن کارهای بهتر از گروه شما. سپاس از شما. به عنوان نفر آخر خانم شریفه، اگر در حد یک دقیقه، چون شما صحبت هم در واقع داشتید با ما، اگر در حد یک دقیقه هست بفرمایید تا ما فرصت در اختیار کارگردان بذاریم، میشینم چند دقیقه ما صحبتاش رو بشنویم بریم کار بعد رو صحبت کنیم. باشه، با کمال معذرت، من فقط در رابطه با متن، البته سعی میکنم با خود تماس بگیرم و با خود بیشتر صحبت کنم، فقط کوتاه میگم که چون یک نفر گفت در تایید حرف سوسن و این خانم عزیزی که الان صحبت کردن که نمیدونم فمینیسیون ها، به نظر من اون چیزی که خودت میخواستی گفتی کافیه و خیلی عالی، ولی اتفاقا در دیالوگ زن ما میفهمیم که میگه که چرا، یکی پرسید چرا، در جایی شما میگین که به طور خیلی شاعرانه و زیبایی انگار که این مرد اجاق گرمی باشه که من در کنارش گرم میشم، یه همچی چیزی که به نظر من بی نظیره. این خودش دقیقا ثابت میکنه که این زن چرا این کار رو کرده. این یک. ولی فقط یک کوتاه میخوام، برای که به نظر من یه چیز خیلی جالبی که در کار دیدم این بود که برعکس داستان اسطوره‌ای سودابه و سیاوش ما، که من نمیدونم چقدر تو اینو واقعا آگاهانه گرفتی یا نه، اینجا درست برعکسه. نقش زنه که زن اتفاقا زنه که مورد هجوم قرار میگیره و کشته میشه در آخر سر، و تقصیر زن نیست این عشق، اگر حتی از عشق افلاطونی به عشق جسمی رسیده که اینم خودش خیلی مهمه، چون در تمام فرهنگ ما از زمان اسلام به بعد میان در واقع عشق زمینی رو به عشق آسمانی و افلاطونی و زنها رو به ستاره تبدیل میکنن. اینجا دقیقا عشق زمینیه، یعنی میگه که درسته که بین اینها یک دوستی چیزه، ولی در نهایت رسیدن به این عشق و هیچ تقصیری هم نداره، اصلا زن گناهکار نیست، برعکس تو اسطوره. همین دوتا بعد با خودت صحبت میکنم. ممنون. سپاس از تمامی دوستانی که راجع به این نمایش صحبت کردن. اگه اجازه بدید من دو سه دقیقه خیلی کوتاه، حالا کم، حالا دو سه دقیقه شاید یه مقدار اغراق باشه، این همه صحبت رو پاسخ دادن، خیلی کلی منم به عنوان تو جایگاه کارگران نظرم رو بگم و رد بشیم از این جلسه. مرسی که نظر دادید، مرسی که حضور داشتید و مرسی که کار رو دیدید، انقدر براتون ارزشمند بود که انقدر راجبش کلام بدید. همونجور که اصغر عزیز گفت، کاراکتر محسن اگه بیام از بیرون بهش نگاه بکنم اینه که ریسک رو دوست داره، کارهای نکرده رو دوست داره و بنابراین وقتی تجربه‌ای رو برای بار اول انجام میده قطعا برای خودش هم تازگی داره و برای و از اینکه از دیگرون نظرات متفاوتی بشنوم براش جذابه. اینه که تمام نظرها چه مثبت چه منفی، حالا کلمه مثبت و منفی هم اشتباهه، تمامی نظرها برام ارزشمند بود و لحاظ میکنم. فقط یکی دو تا سوال بود، من این سوال رو جواب بدم و رد بشم. پرسیده بودن چرا در اینجا زن محکوم به مردن هست. در واقع حالا اگر که طبق فضای حاکم بر نمایش، نمیخوام بگم عقیده من هست یا نیست، نمیدونم بودا من بهش اعتقاد دارم ندارم، به تناسخ دارم نه، وارد این مباحث نمیخوام بشم، بنا به فضای حاکم متنی که این دو سه نفر دارن راجع به بودا و تناسخ دارن صحبت میکنن، تناسخ میدونیم فلسفهش این هست که هر انسانی میاد کارمایی رو در طی زندگیش با سختی ها و با رنج هایی که میکشه پس میده و لحظه ای که به پاکی، به پالایش و به تمامیت کانشسنس خودش میرسه، به از این چرخه تناسخ خارج میشه و به نیروانا میرسه، یعنی در واقع به بهشت موعودی که ما اسمش در واقع داریم میاریم میرسه. بین این سه نفری که در اینجا حضور داشتن، یکی از اونها شهرام بود که در واقع شکهای خودش باقی موند، یکی آرش رو ما داشتیم که در عشق در واقع شاید ناقص خودش باقی موند، و یک زن رو ما داشتیم که تونست هم
امنیت‌های خودش در رابطه با مرد، یعنی بتونه روابط رو تفکیک بکنه، بدون یکی عشقشه و یکی دوستشه و بتونه بین رفاقت و جنسیت فرق بگذاره، بین تمامیت خودش در واقع شناخت کامل داشته باشه و در نهایت اونه که از این سیر تسلسل داره خارج میشه. یعنی در واقع برخلاف اون دوستانی که میگفتن ضد زن هست، من معتقدم کاملا زنانه هست و معتقد بود که این زن به تکامل خودش رسید و از چرخه تناسخ در اومد و به نیروانا رسید و اون دو نفر در اندوه، افسردگی و چیز خودشون، حزن خودشون در واقع باقی موندن. این نظر من راجع به مبحث زن در انتهای این داستان بود. انتهای داستان ما در واقع به یک شکل به پایان نرسید، همونجور که همگی دیدید به چهار شکل ما چهار پایان در واقع برای این متن گذاشتیم. یک پایان این بود که مرد اومد دختر رو کش، یک پایان این بود که این پسر پدر رو کش، یک پایان این بود که زن به اون نقطه رسید، یک پایان به این بود که میگفت ما اصلا نمیدونیم بیتا کجا رفت، شاید نمیدونیم چه اتفاقی افتاد. به چهار شکل و ذهن شما روی هر کدوم کلیک کرده، یعنی با اون قسمت همخوانی بیشتری رو داشته و من خوشحال بودم که این چیزها رو در واقع داشتم میدیدم و میشنیدم. همونجور که احمد عزیز گفت، همینی که متن خودش این همه گفتمان داره میاره و در شما داره خودش رو مینویسه، برای من زیبا بود و کافی بود. طولانی بودن متن رو من از شما عذرخواهی میکنم، اگر که متن برای نمایشنامه خوانی طولانی بود صحبتی راجع بهش ندارم. در نهایت به صحبت دیگه هم ندارم، مرسی. فقط اینه که گفتید از کجا تعریف نشد برای ما که زن چرا این مرد رو انتخاب کرد. چندین جا میگه که بابات حس اعتماد بود، زمانی که دست زندگی سنگین و شب پر از ترانه میشه زمان شروع عشق و اعتماده، بابات برام حس اعتماد بود. اون لحظه‌ای که تو دوچار مشکل بوده به چشم یک منجی بهش نگاه کرده و متصل شده. تعریف خودش رو در واقع از این رابطه دختر میده و جلو میاد. من تشکر شدید میکنم از دوستانی که در این اثر با من همراه بودن، فرشید آریان عزیز، کامران هوشمندیان عزیز، مینا قیصری عزیز و همچنین در ابتدای کارمون سرکار خانم مریم نظری عزیز که در این اثر با ما همراهی کردن. مرسی. اگر موافق هستید دوستان بریم به سراغ متن بعدی یا اثر بعدی. برگشتی در کار نیست، اثر سرکار خانم حاله جلالی. حاله عزیز در جلسه حضور دارید؟ سلام، بله من هستم. سلام میکنم به همه و ممنون. بله هستم. بسیار خوب. دوستانی که از این لحظه به بعد دوستانی که راجع به اثر برگشتی در کار نیست صحبت بکنن، لطفاً یا عدد یک رو در چت بگذارن یا دست مجازیشون رو بیارن بالا تا بتونیم بشنویم. نفر اول سرکار خانم مریم نظری. مریم جان بفرمید. درود بر شما خانم حاله جلالی عزیز از منچستر، همشهری عزیزم. من در این که اول از همه اومدم صحبت کردم به خاطر این که فضای دیروز متاسفانه خیلی طولانی بود، من فقط تونستم یه چیزی حدود 15 دقیقه از اول تئاتر شما رو ببینم، برای همین به خودم اجازه نمیدم نظری راجع به تئاتر رو بدم. پس زودتر از همه اومدم که هم سلامی خدمت همشهری عزیز کرده باشم، همینی که اجازه بدم حالا بقیه دوستان بتونن انتقادات خودشونو بگن. سپاسگزارم، خوشحال شدم حاله جان. مرسی، منم از شما ممنونم، قربونتون. سپاس از شما. دوست عزیز بعدیمون جناب نصرتی. آیه نصرتی عزیز ما در خدمتیم، بفرمایید. من باید بگم که میون کارهایی که دیروز دیدم از این کار خیلی خوش آمد، کار شاعرانه در مورد ضد جنگ بود. از این نظر یعنی شاعرانه بود، تصویری شاعرانه از یک امر بسیار زشت و اون جنگه. در مجموع باید بگم تو متنایی که من دیروز دیدم از این متن بیشتر از همه متنا خوش آمد، به خاطر همینم اصرار داشتم که متنی بریم جلو توی بررسی این کارا. این اولین جمله که میخواستم بگم. برخی کارای موزیکالی که ترانه خوانی هایی هم که گذاشته بودن به نظر من به این فضا کمک میکرد و سعی میکرد ما رو بیشتر با حس و حال این نمایش نزدیک کنه. بازی ها من تقریبا باید بگم از همه بازی ها خوش آمد، گرچه بازی خواهر رو بر همه بازی های دیگه ترجیح میدم، از همه به نظر من بهتر بازی میکرد. با
بازی دوست عزیزمون که نابینا رو داشت، همینطور به خصوص صداها خیلی مورد پسند من بود، صداها خیلی همخوانی داشت با نمایشنامه. اگه بخوام خیلی خلاصه بگم، یکی از رؤوف‌ترین کارهای ضد جنگ بود که تا به حال من دیدم. برای همه تیم خسته نباشید و آرزوی موفقیت و کارهای بهتر میکنم. سپاسگزارم از شما، ممنونم. ممنون جناب نصرتی. دوست عزیز بعدیمون جمال عزیز. دوستان حال عزیز، حالا اگر که دوستانی که صحبت میکنن نکته هاتون هم یادداشت بفرمایید که بعد در انتهای کار ما میکروفون رو در اختیار شما بگذاریم، جواب حالا پاسخی که نسبت به دوستان دارید بدید ممنون خواهیم شد. جمال سپاس از شما سرکار خانم جلالی عزیز. جمال جان بفرمایید. سلام، خسته نباشید. من از شاگردان خانم جلالی هستم، امیدوارم که حالا صدا تاثیر بنده رو داشته باشن. خیلی خوشحال شدم که اومدم حالا توی جمع شما، ولی من متاسفانه دیشب نتونستم به دلیل کاری که داشتم لایو بشم و بتونم تئاتر رو ببینم، ولی امشب 100% در خدمت بذارم کارهای رو ببینم. ممنون و متشکرم، زیاد مزاحمتون نمیشم، فعلا خدا نگهدار. مرسی، خیلی هم ممنون. شما ممنون از شما. دوستانی که راجع به کار سرکار خانم جلالی برگشتی در کار نیست صحبتی دارن خوشحال میشیم که بشنویم. خانم جلالی دوست دارید یک خلاصه از کارتون رو به ما یا به دوستانی که نبودن در میون بگذارید و بگید؟ خیلی کار سختیه آقای زاره. منم خواستم برای منم سخت بود میدونم. آره خلاصه خیلی یه ذره غافلگیری جواب این سوال برای من حقیقتاً، چون اگه قرار باشه به صورت نقد و بررسی پیش بریم، خب واقعا من ترجیح میدم بیشتر بشنوم تا اینکه بخوام چیزی رو توضیح بدم. نمیدونم، سختمه واقعا. میدونم، میفهمم، چون چند از بیش از منم خواستن برای منم سخت. جناب کوچان، بله بفرمایید. بله بفرمایید. شما گفتید دست مجازی، من دست حقیقی من بالا گرفتم. من یه عذرخواهی بکنم، من قبل از جناب کوشان، دوستان من تصاویر شما رو نمیبینم، من روی نه منظورم الان که صحبت میکنید میبینم، منظورم بر این هست که وقتی که شما در یک نفری که چند لحظه صحبت نکرد باشه تصویرش میره عقب، دست حقیقی شما رو من نمیبینم ولی دست مجازی شما رو میبینم. دست مجازی شما برای من میاد اون بالا، یا عدد یک در چت بگذارید من میبینم، اما دست حقیقی شما رو من نمیدونم. عذرخواهی میکنم از شما. بفرمایید جناب میرزایی عزیز. خب این کار رو من بسیار دوست داشتم و بسیار خوب بود. بازی دو کس بسیار بسیار خوب بود، هم بانوی جوانی که از تنیس برگشت، بسیار بچه آواز صدای خوبی داشت این بانو، موسیقی هست، خیلی خیلی گوش و دل نواز هست. و بازی رادی دیار مرزی کن بگم فکر کنم منظورتون فردی که نقش کور رو بازی میکرد، رادی. خب بله. بسیار خوب بود، هم میتونست مانند آلپاچینو نقش کورو بازی میکنه، تانگو میرسه چشمش هم به هم نمیزن. بسیار خوب بود، نرمش خاصی در برابر یک خشونت بیش از اندازه که جنگ باشه، این زیبایی داشت. بسیار خوب بود، بسیار خوب بود، بسیار خوب بود. و این بازی های پرچششی، رفت و برگشت زیادی که در این کار بود، همه با هم جور بود. من می ستایم و شاد باش می گم. ممنونم. جناب میرزایی صحبتتون تمام شد؟ بله. سپاس از شما، مرسی جناب میرزایی. نکته یادم رفت این رو بگم، در کار پیشین کار خود شما محسن جان گفتم هیچ اشکالی نداشت، هر آنچه که بود
همون بود، بسیار زندگی بود، بسیار اینه بهش میگیم ریالیستی، خیلی راستی گرایانه بود رابطه ها، همه چی اینا چیزاییست که ما تو زندگی میبینیم، همه چیش خوب بود. من گفتم ما یه آرمانی داریم امروزه از بلایی که بر سر ما زنان اومده که یه چیز دیگه ای میخوایم، وگرنه همه چی درست و خوب بود و همه به درستی درباره اینم گفتن. سپاس از شما جناب میرزای عزیز. چه نظراتتون پیرامون کار خودم تو جایگاه کارگران ازتون تشکر بکنم و چه نظراتتون راجع به کار خانم جلالی به عنوان مجری برنامه ازتون تشکر میکنم. سپاس. جناب کوشان در خدمت شما هستیم. ببخشید الان که برگشتیم به کار قبلی نوبت من بود، اگر که اجازه بدین. من به دلیل اینکه دوستان خیلی لطف داشتن و تشکر کردن و اسم منو آوردن، خیلی خیلی خوشحالم. هیچ چیز برای من خوشحال کننده تر از این نیست که دوستان تشریف آوردن و لذت بردن از کار. و در آخرم تشکر میکنم از همه دوستانی که نظراتشون رو اعلام کردن و تشکر میکنم محسن جان از شما که انقدر این کار لطف داشتید و انقدر کارتون رو با تبحر انجام دادین. و دقیقا من چیزی که دیدم اون هدایت بازیگر بود که واقعا به همه ماها کمک کرد و به خود من خیلی کمک کرد. خیلی از شما سپاسگزارم. از سوسن جون عزیزم هم خیلی ممنونم و خسته نباشید میگم. متشکرم. سپاس از شما جناب کوشا. من از شما عذرخواهی میکنم وقتی این وسط به وجود اومد. من به نوبه خودم در خدمت شما هستیم جناب کوشان. من انتخاب این نمایشنامه رو از طرف خانم هاله یک جرف پسندی میبینم، چون این نمایشنامه یک جریانیه که در حقیقت بیرحمی و نفرت و تدرون جامعه رو در خانواده ترسیم میکنه که این خانواده خودش قربانی خشونته. هرچند من از کوشش بازیکنان نمیتونم بگذرم، با شهامت بازی کردن، اما باید بیشتر روی این نمایش کار بشه به خاطر اینکه این نمایش لیاقت اینه داره که بعداً به زبان انگلیسی هم برای مخاطبان انگلیسی اجرا بشه. هرچند که من ترجمه انگلیسی شعر و آهنگو نتونستم، چون انگلیسی اونقدر خوب نیست. از این لحاظ اگر در پایین یا یه جوری اینو ترجمه شو می نوشتن، یک در حقیقت یک روشنایی دیگه‌ای برای من ایجاد می شد. دومی مسئله این که نابینایی که تشنه محبت و همبستگی است و با وجود این که مادر در سنت و مذهب با وجود انتظار معبود داره زجر میکشه، اما این صدا رو نمیشنوه. یعنی این که این مشکل در درون تک تک افراد جامعه است و این نمایشنامه در حقیقت و نویسندهش به خوبی تونسته این جریان رو در درون فرد تک تکی بازگویی کنه و نقصان اونو در حقیقت بحران در تفکر اشخاص و افراد ببینه، نه در کل جریان. و در جوامع هم میبینیم که خیرخواهی هایی که دختر انجام میده مورد قبول نه پدر میشه نه برادری که این همه شک داره. من در هر صورت فکر میکنم که فرهنگ رو در این نمایشنامه بیشتر مورد بررسی قرار داده شده که در حقیقت ما به اعتنایی به سوال و شک نداریم، بلکه بیشتر اعتماد کورکورانه و اعتقاد درونی کورکورانه خودمون به پیش میبریم. من تبریک میگم به کارگردان که همچین مطلب هوشمندانه و کارسازی کرده
و امیدوارم که در هر صورت بتونم این شعر به انگلیسی و چیز معنیشو بعدنم بتونم بگیرم. خیلی خوشحالم در هر صورت. سپاسگزارم، ممنونم از نکاتی که اشاره کردید. من حالا هر موقع که آقای زاره بگن توضیحاتم رو در انتها حتما. مرسی. چشم. سپاس از جناب کوشان. دوستان عزیز دیگری که در رابطه با نمایش برگشتی در کار نیست صحبتی دارن، پیشنهادی دارن، انتقادی دارن، کلامی با سرکار خانم جلالی دارن، یا دست مجازیشون رو لطفا، دست حقیقی رو، زبان حقیقیم رو به کار میبرن اگه فرصتی برن. بفرمایید بفرمایید قربان، خوشحالمون میکنید. بفرمایید. بله، با درودهای فراوان به خانم آلی جلالی، هرچند که یک وقت پیش نیومد با شما حال احوالی بکنم از روبرو، ولی خب دورا دور هم شما گویا منو میشناختید و من هم با شما. منم سلام میگم خدمتتون. بله، من تو این ایامی که کارا رو آنلاین میدیدیم، من بازی شما رو جسد گریخته دنبال کرده بودم. بله، نمیشه که همدیگر نشناسیم، بالاخره داریم کار میکنیم. و روی وجود یک کار، اون هم به این صورت، یه متنی که خیلی به نظر من روشن فکرانه، در واقع اون نوع پرسش هایی بود که در از جنگ جهانی دوم در نفرت و انزجار از جنگ و نشون دادن چهره و به صورت سرکستیک نشون دادن اون چهره بسیار خوب بود. این شجاعت، بازیگری شما، همه با دل و جان همت گزیدند، مشخص بود که خیلی زحمت کشیدند. تنها نکته‌ای که من به شدت حیف بود هدرش کرد این بود که شما اصلا برعکس ماها اصلا به منظره پشت اهمیتی ندید و این بده. ببینید، یا باکسش کنید یا باکس سیاهش کنید یا باکس سفیدش کنید، نمیشه یکی فرش باشه یکی پرده باشه یکی. ببین این خیلی حیفه، این همه زحمت میکشید، ولی باز اگه شما نمایشنامه خونی هم بلند شید برید یه جایی، چهار نفر نشستن پشت این میز، در یک میزی یک تصویر پشتشونه و این حیفه. که بعد حیفه که مثلا همین دوستی که الان پروش شما هم نشسته که از بازیگران اسمشون یادم رفت، به این خوبی ولی توی موبایل مثلا داره بازی میکنه. آخه بابا آدم میخواد توی زوم بازی کنه، خب باید بیاد روی لپتاپ بازی کنه. باید ببینید اینا اشتباه، یعنی به کارگیری اشتباه از تکنیکه و حیفه. این همه زحمت میتونست جلوه خیلی بیشتری داشته باشه، میدونید؟ یعنی همه کارو کردید، فقط چیدمان. همه هنر هم یعنی چیدمان، همه هنر هم یعنی چیدمان. ولی من اتفاقا بازی همه بازیگر شما رو دوست داشتم، مشخص بود که خیلی با پشن و با تمام حسشون رو گذاشته بودن توی کار. و اینکه اصلا خود متن خیلی عجیب غریبی است، این نوع زبان و بیان که بعداً به جنبش سالهای 60 فرانسه کشیده شد، این نوع افکار برای من جالب بود. این برخوردی که با فاشیسم، با کمونیسم، با همه در واقع پررنگ می‌کرد. من زمان رو میدم به دیگران، هر صورت آفرین میگم به همه شما. من علی‌رغم همه اینها میگم که فکر می‌کنم همه آفرین داره که تو این زمان کوتاه توی زوم این کارها رو اجرا میکنن. بعد بهشون آفرین گفتم. ممنونم، مرسی از نکاتی که ذکر کردید. سپاس گذارم. سپاس از جناب آریان عزیز. نفر بعد سرکار خانم فرخ نیا. سوسن جان، سوسن بانو، ما در خدمت شما هستیم. سلام. من با حرفای فرشید جان آریان خیلی موافقم، در زمینی که یادم رفت بگم که چقدر دیروز ما از بازی شما لذت بردیم آقای آریان تو همه این کار. با حرفای فرشید جان آریان موافقم، با اینکه خودم خیلی طرفدار سادگی هستم، یعنی دوست ندارم که خیلی دیگه تکنیک و فلان و فلان و این حرفا استفاده بشه، چون بازیگر رو میخوره به نظر من. برای همینم از کار آقای حسامی کار اول خیلی خوشم آمد، خیلی شاعرانه بود. خیلی هم بهش توجه نکردن هم دوست ندارم، یعنی منم اذیت کرد که دیدم یکی کادر فرق میکنه، دوره نزدیکه،
پشتش اینا منم یه ذره اذیت کرد همین. ولی میخواستم بپرسم یه توضیح راجع به نویسنده برادویل میشه به ما بدین، اریک برادویل، برای اینکه من به مثل اینکه میبینم یه کاری ترجمه است و این حرفا دیگه یا انگلیسی و خصوص یا فرانسوی آنن میرم خود این طرف رو پیدا کنم، تکست رو پیدا کنم ببینم چی کار کرده که بعض وقتا از بعضی از ترجمه ها شاخ در میارم، یعنی شاخ در میارم میبینم که حتما طرف ترجمه رو که کرده خودش اون زبان رو زندگی نکرده و لغت رو یه جوری استفاده کرده که توی محاوره‌ای اون زبان این معنی رو نمیده. یه ذره راجع به برادویل برای ما میتونیم بگین؟ بله بله حتما. اریک برادویل یک نمایشنامه‌نویس سیاه پوست انگلیسیه که حالا بیشتر به متون مربوط به جنگ و ضد جنگ پرداخته، خیلی معروف نیست. من هم زمانی که چون من این نمایشنامه رو جز نمایشنامه‌های از تجربه های کوتاهی که ترجمه شده در ایران بود از اون زمان داشتمش و خیلی سال پیش یه مطالعه کرده بودم برای جشنواره، چون دنبال متن کوتاه‌تر بودم این رو انتخاب کردم و نمایشنامه‌نویس خیلی معروفی نیست و کارهای خیلی زیادی ازش حتی به فارسی هم ترجمه نشده. ولی نکته که میگم در موردش هست این که یه سری از کارهاش توی خود انگلیس اجرا شده و در مورد موضوع جنگ نمایشنامه‌نویس محبوبیه، در این حد میتونم بهتون توضیح بدم. ولی بیشتر چیز شد شده، یه اتفاقی هم براش افتاده که خیلی مشخص نیست وقتی دادم دور بر دنبالش میره، مثل اینکه بله بله من خودم خیلی گشتم توی گوگل برای همین به معروفیتش همین قضیه اضافه کرد، برای اینکه شاد شده یعنی به شلیک کردن نمیدونم حالا مرده یا نمرده، هیچ چیزی راجبش وجود نداره، یعنی هر چی آدم جلو چیزی راجبش پیدا نمیکنه، یه ذره استرنج چیزش همین. بله باشین کار ترجمه. سپاس از سرکار خانم فرخ‌نیا. دوست عزیز بعدیمون آقای ابراهیم خان افراسیاب، دوست عزیزمون بفرمایید قربان، صدای شما رو میشنویم. بازم تشکر میکنم از بازی خوب دوستان. اینکه بهتر میشد اگر اون شخصیت اول داستان که آمد با گریم خاص خودش، اون طراحی لباسی که برای خودشون انجام داده بود که مخصوص همون دهه 1930 بود، اون طراحی لباس برای بقیه هم اگر چون این طراحی لباسی در نظر گرفته میشد تداعی کننده همون دهه باشه، دهه بعد از جنگ جهانی اول، به نوعی بین جنگ جهانی اول و دوم، میتونست خیلی کمک بکنه به ارتباط برقرار کردن با شخصیت های داستانی. و اینکه خیلی زیبا بود که شخصیت های زن در این داستان به نوعی آرامش داستان رو، آرامش جریان داستان رو برآورده می کردن برای بیننده. شخصیت مرد شخصیتی بود که همچنان درگیر تنش‌های جنگ جهانی اول بود و آماده برای یک جنگ بزرگ دوم، متوجه حالا علیه کمونیسم یا یک انقلاب کاپیتالیستی یا چیزی شبیه به اون. ولی خب شخصیت زن اینجا خیلی خوب تصویر شده بود تا آخر داستان. خیلی متشکر، فقط همین. سپاس از شما، ممنونم. سپاس از شما جناب افراسیاب. دوست عزیز بعدیمون، حالا قبل از که بریم سراغ دوست عزیز بعدیمون، دوستانی که در رابطه با کار من گفتن که دوست داریم با هم دیگه صحبت بکنیم، من شماره تلفنم رو گذاشتم داخل چت. حالا اگر که دوستان شماره من رو ندارن که راجع به کار بخوایم با هم صحبت کنیم، اینجا چون که جمع بود خوشحال خواهم شد که در خصوصی بیشتر با هم صحبت کنیم. دوست عزیز بعدیمون که اتفاقا زمان کار خودشون حضور نداشتن، عرض ادب و درود داریم، جناب حسامی، آقای رضا حسامی عزیز تشریف آوردن به جلسه و صحبتاتون رو میشنویم قربان. با درود به همه شرمنده از این که من متاسفانه سر تمرین بودم نرسیدم که بیام از صحبتهای عزیزان لذت ببریم و فیض ببریم و یاد بگیریم.
در حال که تمرین خوبی رو داشته باشید، انجام داده باشید، منظور بله 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 حتما همینطوره. امیدوارم، من هم امیدوارم که اجرای امشب هم خوب باشه. خوشحالم که کار اول بانو آویی مورد نظرتون، مورد توجهتون واقع شد. از در مورد کار این کار صحبت بکنیم، برگشتی در کار نیست. این کار رو اتفاقا خانم جلالی، من شما زمانی که داشتید اجرا میکردید، اینجا کتابش در دست من هست و میبینم، داشتم میخوندم، جالب بود، مخصوصا از بازی همسر فلیپ من بسیار خوشم اومد و رادی، کار بسیار پخته بود، معلوم بود که روش تمرین زیادی شده و کار کردین روش، خسته نباشید. و اما سوسن جان در مورد ترجمه، نه، این کسی که ترجمه کرده انگلیسی زندگی کرده، زبان انگلیسی رو کامل مسلط بوده و همینطور به زبان فارسی فکر می‌کنم، موشنگو بشناسی دیگه. به هر حال کار خوبی بود، کار خیلی قشنگی بود، خسته نباشید واقعا، مخصوصا همه عزیزانی که دارن زمان میگذارن، انرژی میذارن، وقت میذارن. کار شما رو هم دیدم آقای زاره، کار جذابی بود، خسته نباشید. حالا بعدن در مورد چیزای فنیشون دیگه به درازا میکشه صحبت خواهیم کرد، ولی به هر حال خسته نباشید. سپاس از اینکه حضور دارید و ما هم به جمع خودتون راه دادید. ممنون از شما جناب حسامی، محبت کردید. قربان شما. سپاس از شما جناب حسامی، ممنون و متشکر. دوستان دیگری هستن که دوست داشته باشن راجع به کار برگشتی در کار نیست صحبتی داشته باشن؟ اگر نداریم، تا فرصت رو در اختیار سرکار خانم جلالی، کارگردان کار، بگذاریم و نظرات ایشون رو بشنویم. خانم جلالی، خوشحال خواهیم شد، سراپا گوش هستیم که کلمات شما رو بشنویم در رابطه با این اثر. بفرمایید خانم. مرسی. من فقط دو تا نکته را از لابلای صحبت‌های دوستان حالا به نظرم اومد که برای چه توضیح داشته باشم. یکی در مورد ترجمه اشعار که فرمودن، بله بسیار هم فکر ایده خوبیه، من باید این نکته را حتما لحاظ کنم و مرسی از این پیشنهاد. هرچند که در حقیقت من دوست داشتم که اون، چون همه ما حتی زمانی که یک موسیقی رو، منیش رو هم نمی‌فهمیم، باز هم میتونیم باهاش ارتباط برقرار کنیم. یعنی خیلی همون در خاطرات بچگیمون داریم که آهنگ‌های به زبان انگلیسی رو، زمانی که اصلا خیلی تسلطی روی زبان انگلیسی نداشتیم، میشنیدیم و یه گوشه از ذهنمون تاثیرش رو گرفتیم. اون احساس پشت اون آهنگ، چه نوازنده ها چه خواننده، به همون منتقل شده. در حقیقت من اینجا اجازه خواستم که این اتفاق بیفته که موسیقی کار خودش رو انجام بده. ولی بله، این هم بسیار نکته جالبیه که یه اون پایین مثلا ما ترجمه فارسیش رو هم میداشتیم، این هم ایده خوبیه. اما در حقیقت میگم به عنوان عنصر مستقل موسیقی که برای تأثیر در راستای بازی‌ها، در راستای حس متن قرار میگیره، من دلم خواست که حالا از یک زبان دیگری استفاده کنم. ولی من میتونم حتی ترجمه رو هم بعداً اضافه بکنم به برای گروه به قول معروف بذارم، که حالا دوستان اگر دلشون بخواد که اونو مرور کنن. در مورد پشت صحنه ها من دو تا نکته رو باید اشاره کنم. یکی این که ما متوجه امکاناتی که پلتفرم زوم در خودش داره، که قابلیت هایی که داره که خیلی از دوستان عزیز و همکاران استفاده کردن ازش، من متوجه این موضوع بودم. اما در حقیقت من دلم میخواست که، یعنی عملا دست به یک انتخاب زدم، دلم میخواست که اون حالت سادگی کار تئاتر حفظ بشه، به خاطر اینکه ما همچنان، همونطور که قبلا هم در نمایشنامه خانی ها اشاره شده به این موضوع، این پلتفرم جدیده و داره خودش رو به ما میشناسونه و ما داریم سعی میکنیم که یک سری نکات رو ازش یاد بگیریم. اما من یه مثالی میخوام بزنم که بتونم منظورم رو منتقل کنم. من یادمه که تالار وحدت
یک صفحه چرخش گردان اون وسط داشت و خیلی از کارگردانهایی که توانمندی بسیار بالایی داشتن میمدن از این صفحه گردان استفاده خیلی خیلی بهینه‌ای میکردن و بعضی اوقات هم اتفاق میفتاد که از اون صفحه گردان به قول معروف استفاده واقعا درستی انجام نمیشد و یک کیاس و به هم ریختگی واقعا ایجاد میشد توی اون صحنه. میخوام بگم که این پلتفرم زوم هم از نظر من که دارم باش فضاش کاملا جدیدن آشنا میشم توانمندی هایی داره، ولی واقعیت اینه که من تو بخش کار خودم اصلا کاراکتر فنی ندارم و دلم نمیخواست که بیام از یک به قول معروف یک استفاده اینطوری انجام بدم و بعد یک به هم ریختگی برام ایجاد کنه و در نتیجه اون تأثیری که دلم میخواد رو نداشته باشه. این شماره یکش بود برام. شماره دوش هم این که همچنان احساس کردم که اگر ما یه سری بک‌گراندای ساده و معمولی که توی خونه هر کسی هست داشته باشیم، خب به هر حال به اون فضا داره کمک میکنه. میگم من دست به یک انتخاب زدم، آیا اینکه انتخاب من چقدر درست بوده یا چقدر مورد پسند بوده، این واقعا مقدار زیادیش برمیگرده به تماشاگر من، ولی من سعی کردم که اینطوری نگهش دارم. در مورد اون قسمت که بله دوربین های افقی رو، من اینجا کاملا این ایراد رو میپذیرم به خاطر اینکه ما در یک ماه گذشته با این موضوع کلنجار رفتیم و من درست دو شب قبل از اجرا میبایست بین استرس بازیگرم و اینکه دوربینشو آیا عمودی بذاره یا افقی بذاره یک راه رو انتخاب میکردم. یکی از این دوتا آپشن رو داشتم و در نتیجه من انتخاب کردم که بازیگرم در آرامش باشه تا اینکه حالا تصویر افقی یا عمودی باشه. اینا همه برمیگرده به انتخاب ها. و بعدم اینکه به هر حال ما در دوران قرنطینه هستیم و متاسفانه من واقعیت اینه که به عنوان کارگردان توانایی هام که بتونم از اون قدرت کارگردانیم استفاده کنم نمیتونم دیگه در اون حد بگم که خب بازیگر من برو یه مثلا فرض کن لپتاپ هر جور شده تهیه کن. میدونین میخوام چی بگم؟ آیا ممکنه بازیگر من در توانش نبوده باشه همچین چیزی؟ هرچند که این رو همچنان به صورت ایراد من میبینم و با شما کاملا موافقم، اما میخوام به توضیح داده باشم که این برای جریان یه سری محدودیت ها هم به هر حال وجود داره و در همین حد. و در نهایت اینکه من تمام تلاشم رو کردم که در این حال اون فضای سادگی کار تئاتر و به خصوص ژانر نمایشنامه خوانی حفظ بشه، به خاطر اینکه همونطور که یکی از عزیزان هم اشاره کردن بله ما واقعا روی صحنه تئاتر هم حتی می‌نشستیم و نمایشنامه خوانی می‌کردیم در یک سادگی، ولی خب به هر حال شرایط یک محدودیت‌هایی رو هم به ما میده. ممنونم از همه نظرات، بسیار میشه آموخت و لحاظ کرد خیلی نکاتش رو هم میتونید که بر من ببخشایید. ممنونم. سپاس از شما، سپاس از توضیحات کاملتون. بله همینجوری که فرمودید به قول جناب اصغر آقای نصرتی عزیز میگه ما فعلا تئاتر که نمیتونیم انجام بدیم، انگار هممونو کردن داخل یک قفسی نشستیم، زانوهامونو جمع کردیم نشستیم تو زوم. حالا که زانومونو تو این زوم جمع کردیم لااقل داریم دست و پای میزنیم یا کوچولوهای سروایو بکنیم دیگه، حداقل بتونیم دو تا بگیری دو تا تکنیک به هم دیگه و در کنار هم دیگه رشد بکنیم. مرسی از شما، زیاد آموختیم. همچنین از گروه جناب حسام. مرسی. من فقط یه نکته اگه اجازه بدید یادم افتاد اشاره کنم. من حتی در مورد همین که میگم توی دام مسائل فنی زوم نیفتم، اومدم از روش ویدیو پروجکشن استفاده کردم. یعنی ما اینجا برای اینکه اون موسیقی ها رو داشته باشیم، با اینکه من میدونستم میشه از آپشن شیر اسکرین استفاده کرد، ولی به خاطر اون تعلیقی که از نظر زمانی میداد، تعویق میافتاد و ممکن بود که یه سری از سیست، چون ما این همه این راه ها رو انجام دادیم، ولی بعد دیدیم به هر حال باز دوباره خیلی اصیلتره که این میگم انتخاب من بود، اصیلتره که من با یک ویدیو پروژکشن کارم رو انجام بدم. در نتیجه ما اینجا با یک دیوایس دیگه با ویدیو پروژکشن اون ویدیو اول و ویدیو آخر رو داشتیم و حتی برای اجرای امشب هم من دوباره یه صحنه از ویدیو پروژکشن استفاده خواهم کرد. این همه برمیگرده به میگم انتخاب برای اینکه از این اصول فنی که این پلتفرم داره به ما میده آیا استفاده بکنیم یا چگونه و یا نه. مرسی.
احترام میگذاریم به تمامی انتخابهای شما و تمامی دوستان به عنوان کارگران و به عنوان سازنده یک اثر. سپاس از شما که ساعت خوبی رو برای ما به وجود آوردید. سرکار خانم فرخ‌نیا میخواستن صحبت بکنن. خانم فرخ‌نیا صحبت کن تا بریم سراغ کار چنین گفت خدا. نمیخواستید صحبت کنی؟ آک میوت هستید، ما صداتون رو نمیشنویم. حرفم راجع به این برنامه زدم نزدم؟ گفتم راجع به اتفاقا یه مسئله رو تو ذهنم ایجاد کرد که الان نمیخوام وقت بگیرم، برنامه بعدی رو بگیم چون وقت نداریم. بعد تو آنتراکت اینو با دوستان دستم در کار شاید این سوالم رو مطرح کنم، چون من حرفی که زدم راجع به ترجمه توهینی به آقای حسامی، هوشنگ حسامی نبود، بلکه یک دغدغه حرفه‌ای برای تکسای ترجمه شده بود یا اختباس شده. حالا بعدم اتفاقا سوزن جان اصلا چنین چیزی نیست، فقط خواستم برات بگم که میدونم که برای اینکه نیوزلندی یارو. حالا بعدا راجبش صحبت میکنیم. بعدا صحبت. بسیار دوستان میریم سراغ اثر چنین گفت خدا. آقای زارعی جانم، من هم اکنون ساعت به زمان ما هم اکنون باید برم برای یه ضبط برنامه تلویزیونی. یک دقیقه من چیزی بگویم و در رابطه با اثر چنین گفت خدا. همیشه یک شنبه ها این ساعت برنامه تلویزیونی. بفرمایید قربان، بفرمایید. که نمیدونستم، یعنی این یه چیزیست که نمیشه، دوست داشتم اینجا بمونم کارهای نوعی که امروز هست رو، ولی چون 3-4 ساعت یعنی ساعت این کار نمایش ها به درازا میکشه، میتونم برگردم و باز خوشنود باشم و در کنار شما دل بدم و چیزهای دیگه بگیرم. بفرمایید جناب میرزایی. یکی این که من این کار به خاطر مستند بودن در ایران چیزیست که به راستی رخ داده و به اون درد امروزی تنگاتنگ اونچه که بر ما گذشته و این هم باز ضد جنگ بودنش، پدری که همسرش رو میکشه و دختر میبینه و سپس دختر میخواد تناب رو به گردن پدر بندازه. من یک جایی چیزی نوشتم که هیچ تجاوزی رو زنی که بهش تجاوز میشه هرگز تا پایان عمر این سرکوب روانی که میشه رو نمیتونه دور بندازه. با این همه تنها زن مادر هست که بچه‌ای که از این تجاوز میاد رو دوست داره و دور نمیاندازه. این رو شما داشته باشید، با این که دختری بیاد پدر خودش رو بکشه چون مادرش رو. این یک بسیار پیچیده، بسیار داستان زندگی و طبیعت و فلسفی هست و این به این بخش پرداخته. هم ضد جنگ چندین داستان رو در این داستان، بنابراین یک گزینش بسیار ارزشمندی بود که انجام شد. و در بخش تکنولوژی صحنه آرایی شاهکاری بود، بهتر از همه کارهایی که دیروز انجام شد که بسیار آفرین داره و بازیام خوب بود. بانویی که آواش رو میشنیدیم صدای دختر کوچولو تا سپس رو بازی میکرد باز خوب بود و بسیار بسیار دردناک بود، درست بود، راست بود و به این داستان موجی ها در ایران و این همه هندیکپ معلولی که از دوران جنگ داریم، اصلا که بی خودی هم میتونست کمتر از 3 سال پایان و 8 سال طولش دادن این پلیدان، پرداخته نشده و پرداختش در اینجا بسیار بسیار ارزش بالا و جای ویژه‌ای داره که ای کاش بیشتر به این پرداخته بشه، اونم این روزا که ما سراوان و بلوچستان و الان همه ایران رو به درد اونها رو داریم. من ناچارم برم و غمگینم که باید برم، ولی میرم برای برنامه‌ای در همین راستا. بنابراین میبوسم همتون رو و دستای بانوانمون رو و شاد باشید، پیروز باشید و همچنان اینجور خوب و خوب و خوب روند
ستیق قله هنری رو در بیرون همچنان بپیمایید. سپاس از شما جناب میرزایی عزیز، موفق و پیروز باشید. منتظر دیدن دوبارتون در ادامه برنامه های امروز هستیم. آفرین به بازیگران این که درباره سخن میگید و کارگردان این برنامه نوشته و همه چی بسیار خوب بود. آفرین. سپاس از شما. دوستان میریم سراغ نمایش چنین گفت خدا، نوشته سرکار خانم سولماز غلامی و کارگردانی جناب آقای کمال حسینی. جناب حسینی و خانم غلامی تشریف دارن داخل گروه؟ درود بر شما آقای محسن زاره، من هستم در خدمتتون و در خدمت دوستان و همکاران عزیز. فدای وجود شما، عرض ادب و درود دارم خدمتتون. بسیار خوب دوستان، از این لحظه به بعد راجع به کار چنین گفت خدا، اگر که دوستان صحبتی دارن یا لطفاً عدد 1 رو در چت بگذارن یا دست مجازیشون رو بیارن بالا. تأکید میکنم دست مجازی، من دستای حقیقی شما رو نمیبینم. بله سرکار خانم فرخ‌نیا عزیز، سوسن جان بفرمایید، در خدمتیم. کمال جان خسته نباشی، همین دیگه محکم وایسادن کنار پروژه کمک بزرگی بود. در مورد نمایش باید بگم من انتخاب خوبی بود و کمتر انتخاب خوبی بود، اونم تو زوم. مدتش جالب بود، نوعی که دیوایس شده بود مثل حالت دکیومنتری، نصفش مستند نصفش چیز، ایناش همه جالب بود. همین، حرف خاصی راجبش نمیشه زد. آخرش یه ذره گیجیم، آخرش دلمون میخواد بیشتر تصویر ببینیم. فکر میکنم هنوز باید روش کار کرد، حتی نظر تصویری شاید یه ترفندهای دیگه باید استفاده کرد که همین یه جوری سوال مثل سوال تو ذهنم موند اجرای این مت، که حالت مستند داره در واقع دیگه، یه چیز پیچیده عجیب غریبی توش مطرح نمیشه. از نظر نوشتن تکست ما نمیپردازیم به کاراکترها. من خیلی رضا رو دوست داشتم، و خیلی باش رابطه برقرار کردم، ولی در کل احساس میکنم یه چیزی کم داره کار، که بیشتر روشن باشه که چه اتفاقی داره میفته و ما از اینی که چجوری رفی اون جسد اون دختر اونجا بودش، یعنی راجب جسد دختر صحبت کرده، خیلی مشخص نیستش، ولی در کل باید بگم جالب بود، خیلی جالب بود. سپاس از سوسن خانم عزیز. دوستان دیگری راجب کار چنین گفت خدا، اگر که آقای کوشان داره دستش رو میبره بالا و آقای کوشان ما در شما هستیم، بلنگوتون قطع، قربان بلنگوتون قطع، صدا فهمیدم، خیلی ممنون. حالا اومدم، لطف کنین بنویسین. شریفه صداشو شنیدم، شریفه گفت منم لطف کنیم بذاریم. بله یادداشت کردم. بله جناب کوشان بفرمایید، ما در خدمت شما هستیم. خواهش میکنم. این نوشته اسم خیلی قشنگی داره، چنین گفت خدا، یعنی هم زمینه فلسفی داره هم زمینه برخورد به جامعه‌ای داره که همه چیزو به خاص خدا میسپارن. هرچند در این کوتاهی این جریان فلسفی و پخته کردن کار بسیار سنگینیه، اما کمال جان و دوستانشون به راحتی تا اونقدر که امکان داره این کار رو انجام دادن. من البته در
این جریان درسته که یک کار حقیقی بود، یعنی واقعی بود، مستند بود، اما در جریان جامعه ایران مشکلات دیگه ای هم هستن. کسی که همسرش رو بین میبره میتونه بخره قصاصو. داریم مادرانی که فرزندان خودشونو که وقتی کشته میشن قاتلانشونو میبخشن. من دوست داشتم که این نمایش در واقعیت نمونه، بلکه یک راه حلی بده برای این که ما به اون طرف قضیه که در حقیقت به طرف بخشش میره و چون میدونه که از جنگ و کشتن هیچ نتیجه مثبتی برای جامعه به وجود نمیاد استفاده بکنیم. هرچند که این دختر حاضر نشد که طناب و گردن پدرش بندازه، اما مشخص نشد که به چه دلیل. درسته یه قسمتشو میفهمی که به خاطر اون کشتار که روبروش مادرشو کشتن و یک صدمه روحی گرفته، اما در جریاناتی میبینیم که امکان این هست که این بتونه پدرارم ببخشه، چون قاتل و مقتول در جوامع ما و این جوامع در حقیقت هر دو قربانی فرهنگ دیرینه و سنت و مذهب هم، نه فقط مقتول. اگر ما به دوست ها به قاتل ها فقط استناد بدیم، ریشه اصلی که فرهنگ ماست و در حقیقت سنت ماست که این جریان رو داره تولید میکنه به صورت قصاص یا انواع مختلفش نمیبینیم. من معتقدم بچه زحمت بسیار زیادی کشیدن، مخصوصا همه بازیکنها، اما بحث سر این بود که آیا ما میتونیم از واقعیت به یک سوال ها و شک جدید بریم که در حقیقت راه دیگه ای رو به خودمون اجازه بدیم، راه قیصر رو نریم، راه تنگستان رو نریم، راه قصاص رو نریم. آیا میتونیم الگوی مادری که قاتل فرزندشو کشت در این مسئله تبلور بدیم و از مستند و از واقعیت بیرون بیان؟ چون کارگردان و نویسنده در حقیقت فقط رول واقعیت نباید نشون بدن، بلکه باید سوالهای جدید و برای رفع این واقعیتی که انسانهای امروز رو داره دیوانه میکنه در حقیقت جلو ببره. میبخشید من بیشتر به متنها فکر میکنم، به بازیها و چیزهای دیگه به صورت خوشبینانه نگاه میکنم، چون فکر میکنم بچه ها زحمت زیادی دارن و خودشون بهتر میدونن چجوری باید ترمیم کنن. در حقیقت میخواستم از سلماز و کمال و بچه های بازیکن تشکر کنم که یک مسئله جامعه ما که در درونش واقعا همه ما گرفتاریم مورد بررسی قرار گرفت. ممنونم. سپاس از شما. سپاس از شما. در واقع من هم به نوبه خودم به جناب حسینی و سرکار خانم غلامی من هم خسته نباشید و شاد باش میگم. دوستان دیگری که راجع به اثر چنین گفت خدا صحبتی، انتقادی، پیشنهادی، صحبتی داشته باشن، خوشحال میشیم که بشنویم. فکر میکنم خانم شریفه میخواستن صحبت بفرمایید. شریفه خانم بفرمایید. بله. خب منم از طرف خودم خسته نباشید میگم، هم به کمال عزیز هم به خانم سلماز و تمام گروه. کوتاه در مورد اجرا من کوتاه‌تر میگم چون بیشتر میخواستم در مورد تم نوشته بگم. خب من از بازی ها خیلی خوشم اومد، فقط با سلام به رضای عزیز و خسته نباشید، ای کاش رضا هم تکسشو میذاشت از نظر تکنیکی توی خود لپتاپ که هی پایین رو نگاه نمیگرد با بازی زیباش، چون منو حیفم میومد.
که رضا سرشو ببره پایین در حالی که انقدر خوب بازی میکرد. این یه پیشنهاد بود، حالا نمیدونم تلفن داشت چی جوری بود، ولی از اینه که همونطور که سوسن گفتن یه جور مستند فیلم، مستند چیز بود، منتها من میخوام اینو، و کوتاهیش خیلی خوب بود، اینا همه خیلی خوب بود. من فقط اتفاقا در مورد، حالا برمیگردم به متن، اینی که گفتن در واقعیت نمونه، چون از یک واقعیت جامعه ما گرفته که به نظر من واقعیت و دغدغه امروز ماست، مثل تو اون یکی که زنکشی بود در اینجا هم هست، ولی از یک دیدگاه دیگه، و اتفاقا به نظر من اصلا ساده نگاه نکرده، بلکه خیلی جالب عمیق. میگم از اسمش میگه چنین گفت خدا. خدا چی گفت اینجا؟ در نهایت آخر سرش میگه همه میگن خدا گفت قانون قصاص، و تمام بدبختی ما از همونجاست، برای اینکه در خیلی از چیزای ادیان مخصوصا در اسلام وقتی که خدا این قانون رو میذاره، هم قاتل هم مقتول و هم کسی که از اونها مونده و باید این تقاضا رو درخواست کنه، همشون قربانیان. در نهایت این زن به نظر من به زیبایی داره میگه که اصلا توی فرهنگی که ما هستیم، توی یعنی قانون اسلامی است که پدر ما رو در آورده و زنکشی، یعنی خوده. به نظر من اتفاقا به خیلی به زیبایی شخصیت قاتل رو حتی به قول سوسن دوست داشتنی میکنه. من رضا رو دوست داشتم، یعنی دلم میسوخت برای این مرد در نهایت که بچهش هم نمیتونه ببینه، و اصلا در نهایت بعد خود همون موجی بودنش که خود اونم به خاطر قانون خدا به این شکل در اومده. یعنی تمام اساس این داستان اینه که خدا گفت قصاص، و برای همین همه کسی که به دنبال قانون قصاص بره، در نهایت به دنبال این باشه، در نهایت قربانی است. مرسی و واقعا خسته نباشید و دستتون درد نکنه، کارگردان، بازیگر، نویسنده، همه. مرسی. ممنونم شریف عزیز. دوست عزیز بعدیمون جناب بهبودی. جناب بهبودی ما در خدمت شما هستیم، قربان، بفرمایید. سلام مجدد و خسته نباشید به شما و همه دوستان. من نظرم راجع به این کار می‌خواستم بگم. خیلی متاسفم که من اینجا خیلی ساز منفی میزنم، ولی شرط صداقت این هستش. به نظر من بچه‌ها خیلی زحمت کشیدن با این تعداد پرسوناژ زیاد توی نمایشنامه، با شخصیت‌های زیاد و تغییر صحنه‌های خیلی زیاد، که از همینجا شروع میکنم. باز اینجا سعی شده که واقعیت صحنه رو، یعنی موقعیت صحنه رو به زوم منتقل بکنیم، با زحمت خیلی زیادی که دوستان کشیدن و خود کمال که از فتوشاپ و تمام امکانات فنی و دیداری استفاده کرده تا بک‌گراند خیلی خوبی درست بکنه. ولی به نظر من این کار موفق نیست، یعنی این جواب نمیده در این رسانه، و در حد همون یک اجرایی میمونه که در واقع ابعاد مختلفش رو گرفتن و یک بعدی شده، و من خیلی از این اذیت شدم. مسئله بعدی هم مسئله خود متنه. به نظر من باز در اینجا از همون اسمش شروع میکنم که برعکس آقای کوشان که گفتن اسم خیلی خوبیه، به نظر من این اسم خوبیه ولی متن جواب نمیده. برای اینکه یه لحظه اجازه بفرمایید من میوت بکنم ایشونو. اکانت جی من پیداتون نمی کنم، میشه لطفا خودتون رو میوت کنید؟ قربان پیداشون کردم. بله عرض کنم اونو بستین. بله بله بستمشون. عرض کنم خدمتتون که در اینجا این اسم خوبی هست ولی با این متن جواب نمیده. در وقتی که زرتشت میگه چنین گفت زرتشت، وقتی که نیچه میگه، این اسم به یک برداشت فلسفی ختم میشه، در حالی که در اینجا
این اتفاق نمیفته و در حد همون شعار باقی میمونه و یه همچین گزارشی در حد همون گزارش میمونه و هیچ بار دراماتیکی بهش اضافه نمیشه که ما به عنوان یک نمایشنامه بتونیم این رو بپذیریم. این یکی از مشکلات ماست که وقتی نمایشنامه حرف دل ما رو میزنه ما بر اساس اون طبیعتاً بهش سمپاتی داریم، منم دارم و خیلی دوست دارم این مطالب در تئاتر مطرح بشه، ولی با توجه به ظرفیت این رسانه، یعنی هم تئاتر هم تئاتر دیجیتال، باید دید که این مطلب رو که به دل ما میشینه چجوری منتقل کنیم و علارغم زحمت زیادی که این دوستان کشیدن به نظر من نتیجه خوبی در اینجا از این کار دریافت نشد. خیلی متاسفم، ولی با این حال کلن میخوام بگم که همه دوستان خیلی زحمت کشیدن و خیلی سعی کردن که با این رسانه کنار بیان. من این تصویر دیشب تو ذهنم بود بعد از دیدن همه کارها و این زحمات دوستان زیاد، که اگر شما برگردیم به دورانی که ماشین اختراع شد، اتومبیل اختراع شد، همه اونایی که این کار رو کردن، این اختراعات رو انجام دادن، اول با اون چیزهایی که میشناختن شروع کردن. شما اگر به ماشین‌های اولیه نگاه بکنید میبینید همشون شبیه همون درشکه‌ها بودن، منتها یه سری دستگاه و چیز منبع بخار و یه سری دستگیره و اینا بهش اضافه کردن که بتونن اونو کنترل کنن. ماشین‌های اولیه حتی ترمز هم نداشت، یعنی با همون وسایل اون تکنولوژی قبل که وسیله قبلی که درشکه بود سعی کردن ماشین اتومبیل بسازن و کم کم این تکامل پیدا کرد و اینجا هم مطمئنم که با توجه به تلاشی که دوستان میکنن تکامل پیدا خواهد کرد، ولی الان ما در مرحله ای هستیم که این تکامل میتونه با توجه به اشراف به دو تا مسئله، مسئله درام در تئاتر دیجیتال و یکی مسئله تکنولوژی، خیلی سریعتر پیش بره. من 3-4 ماه پیش اون اوائل کرونا یه مقاله رو مال خانم کریستیانا ویلا که در مورد تئاتر دیجیتال بود ترجمه کردم برای کتاب نمایش شناخت، که در اونجا ایشون یه سری سوالایی رو مطرح میکنه. توصیه میکنم اگر این مقاله این خانم کریستیانا ونارت رو پیدا کردید بخونید، که اول ما باید یه سری سوال مطرح بکنیم که این تئاتر دیجیتال به چه چیزایی باید توجه بکنه، بعد مطمئنم که با توجه به هوشی که در هنرمندای ما هست پاسخهای مناسب رو برایش پیدا میکنیم. خیلی ممنون. سپاس از جناب بهبودی عزیز. به عنوان نفر آخر آقای رضا حسامی و بعد میریم صحبت‌های جناب حسینی عزیز رو بشنویم راجع به کار. جناب حسامی ما در خدمت شما هستیم. قربان بفرمایید. قربان شما. من خیلی کوتاه فقط می‌خواستم به شریفه سلام بکنم. والا شریفه جان در اثر کمبود امکانات من مجبور بودم این نمایشنامه رو بذارم بغل دستم و بخونم. شرمنده ببخشید که کامپیوتر بنده اینا نفتیه و به همین دلیل هندلی کار نمیکرد، مجبور بودم این هندله رو بچرخونیم که بلکه کاری بکنه. به هر حال خوشحالم که تا اینجا خوشتون اومده. شرمنده عزیز قربان همه، من هستم در خدمتتون. فده وجود شما. فقط موندم اون کجاش نفت و کجاش میریزین آقا. خب دیگه آقا اگه کامپیوتر قدیمی باشه میشه، جاش پیدا میشه. شما جدیدی نه، مال نداریم. مرسی. فرصت رو در اختیار جناب حسینی عزیز میگذاریم راجع به صحبت هایی که شد و همچنین اگر کوتاه میتونم صحبت کنم. خیلی کوتاه. کوتاه باشه در خدمت قربان. فقط پیام سوسن عزیز رو داخل چت دیده باشید متوجه میشین الان من مثل سوسن خانم هستم. صحبت بکنم. من بدون این تعارف بازی ها که به هر حال دوستان واقعا همه خسته نباشن، میخواستم به یه موضوع اشاره بکنم. این کار کمال نسبت به کارهای قبلی که داشته اینجا رو صحنه بوده، حالا دوستانی که تا مقدارش دنبال کردن، به نظر من یک استثناست، برای اینکه خیلی هوشمندانه کاری رو انتخاب کرد که باهاش بیشتر
شناخت داره، بیشتر حسش میکنه. به همین دلیل ضمن ممکنه که به دلیل مشکلات کمبودهایی هم داشته باشه، ولی کار به دل میشینه. من میخواستم که فرقی بذاریم بین ژانر تئاتر مستند و ژانر تئاتر غیر مستند. به هر حال از این که کمال تونست این کار تم موضوع بسیار حساس و مهم که در جامعه مذهب زده اسلامی ما متاسفانه روز به روز هم داره فاجعهش رو بیشتر نشون میده پرداخت بشه، مخصوصا در خارج از کشور. ما در خارج از کشور متاسفانه نمایش هایی رو که به موضوعات خودمون بپردازه یا به موضوعاتی که در خارج از کشور داریم زندگی میکنیم به عنوان پناهنده یا خارج از ایران زندگی کردن ها بپردازیم، من فهم میکنم انتخاب خیلی درستی بود. فقط میخواستم که یه موضوع اشاره بکنم. تعدد شخصیت ها یه مقدار زیاد بود، یعنی کمال میتونست یا نویسنده خانم غلامی میتونستن یه خورده شخصیت ها رو کمتر بکنن برای احتمالاً به نظر من بیشتر برای کارهای زوم هرچی جمع جورتر باشه، شخص کمتر باشه، راحت‌تر انجام میشه. و ضمن این که بازی خانومی که نقش مادر قاتل رو بازی میکرد من بسیار پسندیدم. در یکی از کارهای خود شما هم ایشون کار کرده بود، نقش ندیمه رو مثل این که بازی میکرد تو، بسیار بسیار حس خوبی توی چهرهشون هست بهشون تبدیل. به حسین کمال حسینی هم خیلی خیلی تبدیل. مرسی. سپاس از شما قربان، سپاس از شما، مرسی بابت این همه انرژی مثبت. جناب حسینی ما در خدمت شما هستیم قربان، بفرمایید. خواهش میکنم، خیلی سپاسگزارم از دوستانی که لطف کردن نظر خودشون رو راجع به این نمایشنامه گفتن، همینطور از دوست عزیزم آقای نیکازر که محبت کردن، همینطور از آقای بهبودی. البته دوست عزیزمون آقای بهبودی بیشتر راجع به مسائل تکنیک و اینکه با زوم ما چگونه باید کنار بیایم تا بتونیم در واقع حالا تئاتر دیگه، تئاتر خودمون رو، چون که الان یک همچین وضعیتی هستش که نمیتونیم رو صحنه بیاریم، پناه آوردیم به امامزاده ها که نمیتونیم پناه بیاریم، پناه آوردیم به زوم علیه السلام و اونجا گفتیم که بتونیم حرفمون رو بزنیم، شاید یه شفایی بگیریم. آمین رب العالمین. عرضم به حضورتون که خب علت این که این نمایشنامه رو من انتخاب کردم به خاطر این که از وقتی که با خانم غلامی که نویسنده نمایشنامه هستش من آشنا شدم، حدودا از 2 سال پیش راجع به این موضوع با هم دیگه صحبت میکرم، چون یک داستان بله هست ولی یه داستان واقعیه، حادثه که افتاده. حتی تو خود نمایشنامه هم که اجرا میشه میبینیم که حتی تاریخ ها درسته، یعنی دقیقا همه چیز سر جاشه، همینطور که راوی نمایشنامه میگه فقط اسم ها عوض شده وگرنه حتی تاریخ درسته، 1380 مثلا این اتفاق افتاده و غیره. بنابراین این علت این که این انتخاب شد و طول کشید، واقعا بسیار بسیار روی این مطالعه شد، بسیار بسیار تغییر داد خانم غلامی با صحبتایی که با هم دیگه میکردیم و آخر سر به جای رسید که دیدیم دیگه بیشتر از این ما نمیتونیم این رو کوتاه بکنیم، بیشتر از این نمیتونیم در واقع شخصیت ها رو کنار بذاریم، چون همه اینا با هم دیگه واقعا مثل زنجیر به هم دیگه بسته بود. و همین دلیل این موقعیتی که بعدم اجرا شد و ما دیروز دیدیم، این نتیجه زحمات خانم غلامی بود که کشیدن و اینا تونستن به این صورت در بیارن که به اصطلاح بگیم مثلا مختصر و مفید. من علاوه من فقط این حالتی نبودش که حس کنیم این یک تئاتر مستنده. به نظر من این تئاتر گویای این بود که ما شرایطی که تو جامعهمون هست ما رو به فکر وادار بکنه.
مسئله این نیستش که بگیم که خب اینجا مذهب یا سنت فقط میتونه در واقع ما رو به این سمت و سو بکشه، این شرایط رو برای اون به وجود بیاره که یک همچین حادثه ناگواری پیش بیاد، بلکه به نظر من یک پدیده دیگه هم باید به این اضافه کرد و اونم سیستمه، یعنی مذهب، سنت و سیستم. ببینید یه مثال سریع میزنم، حدود 80 سال پیش تو همین کشوری که من زندگی میکنم آلمان، اینجا بخشی از آلمانی ها توی به خاطر اون موقعیت که داشتن و تو ارتش بودن، ارتش رایش سوم، مردم رو میسوزوندن و خیلی کار دیگه میکردن، ولی این جامعه امروز نه تنها در مقابل این جریان کاملا اینا رو محکوم میکنه، رد میکنه، همین جامعه چون قانون مدار هستش، چون اینجا مسئله سنت و مذهب به هیچ عنوان سیستمش اجازه نمیده که ورود بکنن، ولی الان برعکسش توی فرض کنیم مملکت ما هستش که قوانین جامعه بس حسب قوانین زمینی نیست بلکه آسمانیه، یعنی که میگه که شما با اینکه وکیل نیستی، قاضی نیستی و نمیتونی حکم بدی، قانون بهت میگه که کشتن تو هم میتونی حکم بدی، یعنی منی که الان برادرمو کشتن به من میگن تو بیا اینجا بگو چی کار کنیم، من میگم خب تو هم بکش دیگه، یعنی من خودم میشم قاضی. خب این همون مشکل اساسیه که به وجود میاد که یه دختری میاد و تمام زندگیشو به جای اینکه لذت ببره از زندگیش، تمام زندگیش آرزوش اینه که بتونه پدر خودش رو از بین ببره. حکم آسمانیه نه زمینی. بنابراین این رو من در واقع برام خیلی مهم بود که توجه بکنیم که یک سیستم میتونه روی فرهنگ یک جامعه و قانونمداری جامعه اثر بذاره، که ما قانونمدار باشیم یا نباشیم، یا هر اتفاقی که میفته بگیم خاص خدا بوده، کار خدا بوده، حکم خدا بوده، تو اجرا کن، پدرت مهم نیست، بکشش. من زیاد نمیخوام دیگه صحبت کنم، سپاسگزارم از همه دوستانی که همکارانی که نظر خودشون رو گفتن. ممنون محسن جان، اگه موافق باشی ما بحث رو ببندیم، چون الان ساعت 3:34 دقیقه است و جشنواره در واقع ساعت 4 شروع میشه. بله. و من فکر کنم باید آنتراکت بدیم چون خیلی هم دارن میان تو که خودشون رو آماده کنن برای جشنواره. بله. بهتره که یک سکوتی، آرامشی، یه آنتراکتی بدیم. ما همه ما از ساعت 12:30 اینجا هستیم، یک چایی بریم بخوریم و همینجور کسایی که میان تو بیان تو. فقط دوستان سوسن جان، هندیامون رو خاموش کنیم یا میتونیم تصویرامون رو ببندیم، صدا رو ببندیم؟ هم که بزنیم آره تصویر اینا رو ببندین دیگه، نریم بیرون، بیاین تو، برین استراحتتون رو بکنین، سر 4 برگردین. دوستانی هم که میان تو، یا من یا محسن میگیم بیان تو. محسن تو امروز که اجرا نداری که بمون، من امروز اجرا ندارم، فقط من به عنوان حسن ختام در واقع این جلسه میخواستم فقط در واقع تشکر بکنم از رضا جان حسامی و گروه ستاره بابت بانوایی، خودم و گروه فالش به خاطر لمس لحظه‌های بی تو، رحاله جلالی عزیز و گروه اودیسه با برگشتی در کار نیست، کمال حسینی نازنین و تولید تئاتر مشترک با چنین گفت خدا که یک روز خوب با یک نقد و بررسی برامون تولید کردن. معذرت میخوام، من میتونم 30 ثانیه صحبت کنم محسن جان؟ سوسن عزیز بگو. بگو. 30 ثانیه فقط مزاحمت، فقط 30 ثانیه، واقعا 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 میخواستم از فرصت استفاده بکنم از تمام تیم، از تمام دوستانی که در این نمایشنامه با من همکاری کردن، نهایت سپاسگزاری رو داشته باشم. بی نهایت سپاسگزارم از همه شون. خیلی خیلی ممنون. مرسی. منم 30 ثانیه هم از سوسن و گروه که برنامه گذار هستن، این برنامه رو، این شانس رو دادن که ما این نمایش قشنگ رو ببینیم، تشکر. قربان تو، مرسی. مرسی بچه ها، یه استراحتی بکنیم برای اینکه دوباره از 4 باید بیایم بشینیم دیگه. از حالا محسن تو برو با هم گفتگو کنم جان.
میگم از این لحظه بعد که الان دیگه ما رفتیم تو آنکورا، دوستان میتونن دیگه با هم دیگه گپ و گفتگو داشته باشن. وای نات وای نات، فقط یکی از ما دوتا باید اینجا بشینه. من هستم، شما برید یه چایی بخورید، غذایی میخواید برو کاری بکنید بکنید. okay. بعد که شما برگشتید بعدن اگه تو خواستی تو برو، که یک کدوممون باشیم که بچه هایی که میان من هستم. سر چهارم شروع کنیم. در ضمن دوستان، من توی قسمت چت نمیدونم الان میبینین یا نه، لینک فردا رو برای ساعت یک برای اینکه راجب نمایشنامه‌ای که امروز خواهیم دید گذاشتم میبینینش؟ اولین چیز هست، اولین مسیج هست، اولین مسیجی که گذاشتم، بعد دوباره بعدم تکرارش کردم، نگاش کنیم. بله بله اینجا هستش، میبینیم میبینین نوشتم فردا ساعت یک روی زوم، لینک بالا لینک گذاشتم برای جلسه نقد و بررسی برای نمایشنامه‌های خوانده شده در روز دوم، یعنی امروز از ساعت 4 به بعد. اوکی؟ بعد نگید نمیدونستی. ببخشید میتونی اینو توی واتساپ هم بگذاری لطفا؟ توی واتساپ بذارم. بله تو واتساپ هم بگذارید آنه. اگر امکانش هست راحت داریم. توی واتساپ یعنی ما بعد الان از من گذاشتم، نگران نباش. تو کجا گذاشتی آقای بهبودی؟ خانش، خانش دیگه میخواییم بذارین دیگه. تو خانش گذاشتین؟ بله همون چیزی که الان همه پیام ها رو میذارید دیگه. تو خانش فقط خانش من برای که کسای دیگه پیام بذارم بسته بودم، چجوری شما این کار کردین؟ نه توی خانشی که شما هستید. آها پس نمیشه، راست میگین. خیلی خوب خیلی. اونجا فقط ادمین نمیشه، چون من تو خانش هستم الان نیست. فقط چیزی آقای نصرتی اگه شما چون مال خودتون، من شما رو دارم، واتساپ شما رو دارم دیگه. بله. من از مال شما کپی میکنم میذارم تو خانش. باشه هر چیز سلام میدونید. نه من تو خانش شما یعنی توی تلفن شما گذاشتم در اصل. آها تو تلفن من گذاشتین. بله همونجا که ما با هم در ارتباط هستیم. اوکی من الان میذارمش تو خانش دوستان. مرسی رضا جان الان میذارم. مرسی عزیز جان، مرسی. خسته نباشید دوستان. خسته نباشید دوستان. میریم توی گپ و گفتمان دوستانه بین خودمون، از رسمیت یک جلسه نقد و بررسی بیایم بیرون. ما مخلص شما هستیم جناب نصرتی عزیز که الان اولین چهره هستید که من دارم میبینم روی چیزم، روی کامپیوترم. بچه ها چهار تا کار رو امروز ما میخواییم ببینیم. یکی خاطرات یک زن هست که کاری از خانم نگار بغراتی، زیبای بی‌اعتنا دوباره کاری از خانم جلالی، همدم خانم کاری از پری آرمینه و ایران عطاری عزیز، و حکایت ایران خانم و شوهرش از رضا حسامی عزیز به نویسندگی سیروس سیف. بله دوستان جلسه رو میکنیم دوستانه، خودمونی، گپ و گفتگو، در خدمتیم. یعنی ما هنوز کارا رو ندیدیم، شروع کنیم به نقد کردن دیگه. نه آقا خود ما رو که میبینید ما رو نقد کنید، ما هم خوبه. ابرو چیز حرف نداره، حرف نداره، حرف نداره. همه چیز بباید موزن جا. من حالا که میگه خودمون رو نقد کنیم، من در رابطه با کار تو، چون داستان بین خودم و خودت و داستان رو بقیه هم دارم میبینن، یه بحثی هستش نمیدونم تو صحبت هایی شد شاید وقت کافی نبود که این بیان بشه، ولی ما حسن مجموعه این بود که کار بی نظیر بود. من خودم خیلی لذت بردم و نزدیک بیش از یه ساعت نمیدونم که اینقدر گیرایی داشت که ادامه بدیم پتش و سرمون سر نره وسطش خنجازه آدم نخواد بکشه پانش هی تون تون بره دستشی رو برگرده، انتظار داشته بشه پتش رو ببینه. و اگر من به شخص در واقع حالا با یه سری مواردی رو شخصا باهاش بیان کردم توی داستان اینجاست که بدونی دلبسته کاراتم و میدونم فقط برای کمک کردن و داستانم امپروف کردن چست. اما یه چیزی که در واقع توی اون بحث ساعتی که داشتیم برای چیز نتونستم صحبتش بکنم و فکر میکنم پیجمان جانم صفایی صفایی چیزی که تو ذهنم بود که بگم و حالا توی جمعم فکر میکنم میشه بهش صحبتش کرد این هستش که من فکر میکنم یکی از دلایلی که تایم طول کشید چون اموشن ها و داستان این مثلث عشقی رو خیلی میخواستیم با
باز بشه و خیلی هم قشنگ باز شده بود، این اتفاق رفته بود، در یه سری از علاقهاشو میتونستی باز بینی کرده باشه به شورتر با یه کمی به اصطلاح با جملات کوتاه‌تر به همون مفهوم برسی. خب خودت نویسنده ای که خودت هم میدونی چه کار باید کنی، من در جایگاه نیستم که این کار رو بخوام بگم چی هستش، اما من احساسم این بوده، نمیتونم الان به یه خط خاصی از دیالوگ تو متن گیدروم نیستش، فقط به حافظه‌ام نمیتونم بدم که بگم کجای کار رو میتونستی کوتاه‌تر بیان کنی، ولی بعضی جاها تکرار داشت برای بیان سیم حس. و از اتفاق جایی که چیزی که کم بود توی داستان در واقع نمایش بود، متن که به نظر ما الان خیلی میتونیم در روزش بحث بکنیم، اون همین هستش که شخصیت ها شاید میتونستن یه مقدار عمقی تر بشه. مثلا شخصیت پدر به نظر من خیلی نسبتاً توی سطح باقی مونده بود، شخصیت پسر خیلی خوب بیان شده بود، خیلی تو دیالوگ ها خودش رو پرزنت خوبی میکرد، شما میتونیستی با کاراکتر شخصیتی این فرد خیلی راحتر ازش باش آشنا بشی، بهش نزدیک بشی. شخصیت دختر هم همینجور بود، ولی باز پدر خیلی خیلی خارج از هیته به اصطلاح شخصیت شناسی به نظر برای من بود. و بعد یه کوچولو من مجبور میشدم برگردم به کلیشه های ذهنی خودم و از کلیشه های ذهنی خودم قرض بگیرم تا بتونم با این شخصیت شما نزدیک بشم. این دوتا مورد رو فقط فکر کردم که بیان بکنم، چون موقعی که داشتیم صحبت میکردیم الان رفت میگفتم الان جایی هستش که به نمایش و به متن بپردازیم تا به مسائل دیگه برخلاف اون که توی تئاتر نباید زیاد به متن بگیم، چون وقت نبود، منم آخرین نفر بودم، من یه مقدار اینا رو جا افتاد نگفتم و دلم میخواست با خودت شعر بکنم. فدای وجودت، مرسی، مرسی که گفتی، مرسی که انقدر کار و من برات ارزش داریم که تایمت رو میگذاری، میای وقتت رو میگذاری، فکرت رو میگذاری و نظراتت رو به هم میگی و میدونی که منم قلبا دوستت دارم. حالا دوستان جدیدی دارن به ما ملحق میشن، ما فقط بخوام این فکر نکنن ادامه جلسه نقد و بررسی هست. دوستان جلسه نقد و بررسی ما تمام شده و ما در واقع توی گفتمان دوستانه هستیم. حالا دست برقضا پژمان عزیز داشت راجع به لمس لحظه ها صحبت میکرد و ما هم شنیدیم و استفاده میکنیم. ولی سلام خانم بقراطی عزیز، وقتتون بخیر. سلامت باشین، خسته نباشین. بابت اینکه الان میدونم شما یه دو ساعتی بیشتر شاید مشغول جلسه نقد و بررسی هستین، حیف که من نتونستم خیلی استفاده کنم، سر تمرین بودیم. بله. ولی اونقدی که شنیدم خیلی عالی بود. عوض میخوام حرفتون رو قطع کردم فکر کنم من با سلامم. آقای زاره، من کسی رو ندارم که بر من کاهاست بشه، شما میتونین؟ من خودم براتون، فقط اگر که من قرار کاهاست شما باشم، فقط یک چیزی رو در واقع به هم بگید. اول پیشاپیش آرزوی یک اجرای بسیار بسیار خوب براتون دارم، مشتاقانه منتظر هستیم سورپرایز بشیم و اثری زیبا از شما و تیمتون ببینیم. فقط به من این رو بگید، بازیگرانتون رو که به من معرفی بکنید، من هر کسی غیر از اونها رو دوربینش رو خاموش خواهم کرد، یعنی ابتدای کار به من بگید بازیگران، من همه رو دیگه با اختیار خودم میبندم و... دارم. بله، میکروفون ها و دوربین ها بسته باشه، اگر کسی هم وارد میشه که بسته بتونه وارد بشه، اینا خیلی مهمه برامون. و اینم که ما میخوایم که فیلم نشیم، یعنی